وقتی به نزدیکی دهکده رسیدن، جوانی چمدون رو زمین گذاشت و با انگشت جایی رو نشون داد و گفت: رسیدی. اونجا دهکده ماست. ماریا هم چمدونش رو روی زمین گذاشت و قبل از اون که جوابی بده، دستی به چهرش کشید که از خستگی حمل چمدون گلگون شده بود و بعد گفت: جای قشنگیه. سعی داشت در اون مکس کوتاه با عجله هر چه تمامتر از اون مناظر لذت ببره. به خانه هایی که در دوردست در دشت های زیر آفتاب به چشم می‌خوردن خیره شد. ولی خانه ها، درختان و دشت ها در نظرش در هم می‌آمیختن و او همه چیز رو از پشت پرده‌ای سبز و مه‌آلود می‌دید. صدای یک نواخت قطار هنوز در گوشش باقی بود. حس می کرد که هنوز داره در گوشه یک کوپه قطار تکان تکان می خوره. شوهرش پرسید: خسته شدی؟ او لبخند زنان جواب داد: نه نه. بلافاصله با دست برافروخته و دردناک خود چمدون رو برداشت و از سنگینی اون همه ی هیکلش به یک طرف خم شد. به راه افتاد. سرشو بالا گرفته بود تا اندکی هوای خنک از میان گیسوانش عبور کنه. جوانی داشت می گفت: هوا خیلی گرمه. اینجا از اون جایی که تو زندگی می کردی خیلی گرمتره، ولی خیلی زود عادت می کنی. معمولاً از ایستگاه قطار تا دهکده یک سرویس اتوبوس وجود داره. یکی از اون اتوبوس‌های بزرگ. از اونهایی که توی شهرها می بینی. تا چند روز پیش کار می کرد، ولی حالا دیگه وجود نداره. می دونی؟ به خاطر کمبود بنزینه. زن گفت: چه اهمیتی داره؟ لبخندی ثابت به روی چهرش نقش بسته بود که بیش از اون که لبخند باشه پوزخند بود. داشت فکر میکرد: به زودی به سر پیچ جاده میرسیم. ای کاش زودتر برسیم. یعنی طاقت میارم؟ میترسید مجبور بشه اعتراف کنه طاقتم تمام شده. اگر نوشته بودیم که فلان ساعت وارد میشیم، میکله با اسب میومد دنبالمون و ماریا ناگهان اسب رو می دید که به طور معجزه آسا وسط جاده ظاهر شده. یک اسب بسیار زیبا که کالسکه ای رو به دنبال می کشید. تجسم می کرد که چطور چمدون رو به داخل کالسکه می اندازه و خودش هم سوار می شه و تکیه داده به اون نازبالش ها، کالسکه او رو همراه خودش پیش می رونه. در اون صورت پاهای خستش اینطور ورم نمی کرد و سنگینی اون چمدون کف دستش رو اینطور نمی سوزند. جوانی می گفت: خیلی حماقت کردم. می بایستی دو خط برای میکل می نوشتم. در طی سفر پشت سر هم از میکل دومینکو و پاپا نام برده بود. انگار تازه در اون موقع پس از دو سال غیبت متوجه شده بود که به اونها علاقه منده. چیزی که در اون دو سال فراموش کرده بود. روز قبل از لحظه‌ای که سوار قطار شده بودند، یعنی دو ساعت پس از اینکه از کلیسا خارج شده بودند، او به جای اینکه از اون تازگی عاشقانه زندگی مشترک لذت ببره، درست برعکس، انگار پا به خانواده خود گذاشته بود، پیش اونها برگشته بود. شاید چون دیگه اونیفرم نظامی به تن نداشت و لباس شخصی پوشیده بود. از روی اون لباس شخصی بوی جنوب بار دیگه به مشامش خورده بود. بوی جاها و آدم‌های آشنا. با نزدیک شدن به خانه پدری، خستگیش تبدیل به هیجانی شده بود که او رو با عجله به پیش می‌روند. پشت سر هم حرف می‌زد. رودخونه رو نشونش می‌داد. مزاره رو نشونش می‌داد و خانه‌ها رو یکی یکی گویی انسان باشن به او معرفی می‌کرد. می‌بینی؟ اونجا خانه معلم مدرسه است. اون خونه اون طرف‌تر خونه خواهر مادر خدا بیامرزمه. زن بدون اینکه چیزی ببینه سرش رو تکون میداد و گیج از خستگی تکرار میکرد: قشنگه. و در همون حال آرزو داشت توقف کنه. اون کفش های نو رو از پا در بیاره و بگه: دیگه طاقت ندارم. جوانی با خوشحالی هرچه تمامتر به او اعلام کرد: داریم میرسیم. پس از گذشتن از پل از اون راه باریکه جلو میریم. خونه اونجاست. میبینی؟
در میان یک مزرعه وسیع گندم درو شده، خونه سفید رنگ به چشم می‌خورد. چند درخت روی اون سایه افکنده بود. فصل درو خشمگین به روی دشت‌ها و مزارع گسترده شده بود. دشت‌ها همه زرد رنگ شده بودند. بوته‌های خاردار و درختان میوه همگی گرد و خاک گرفته بودند و رودخانه‌ای باریک از میان تخت سنگ‌های گداخته جریان داشت. ماریا از روی الوارهایی که پل رو با اون ساخته بودن به سرعت رد شد. می‌ترسید الوار زیر پاش بشکنه و او از اون بالا به آب‌های ترسناکی سقوط کنه که به روغن جوشان شباهت داشت. جوانی که بی صبرانه می‌خواست خود رو هر چه زودتر به خونه برسونه، همسرش رو چند قدم پشت سر گذاشته بود. گاه به گاه به عقب برمیگشت. خود رو به او می‌رسوند و می‌خندید. مثل کسی که می‌خواد چیز غیر مترقبه ای رو یک مرتبه نمایان کنه. می‌گفت اونها امروز صبح ما رو ندیدن. برای همین حتما فکر می‌کنن که فردا میایم. ولی من یک مرتبه داخل میشم و میگم ما رسیدیم. جوانی بیشتر با خودش حرف میزد تا با همسرش و در اون گرمای شرجی خفه کننده با خوشحالی پیش میرفت و چمدونش رو در دست مثل ننو تکون تکون میداد. حتی دیگه از زنش نمیپرسید خسته شدی، گرمت شده، و حتی از اینکه زنش اون چنان با خستگی و آهستگی قدم برمیداره کلافه به نظر میرسید. ولی ماریا حواسش به این چیزا نبود. فکر نمی کرد که داره به عنوان یک تازه عروس به خونه می ره که پدر شوهر و برادر شوهراش که برای او ناشناس بودن در انتظارش بودن. حتی حوصله نداشت که دستی به موهای خود بکشه و مرتبشون کنه تا دست کم ظاهر بهتری داشته باشه. فقط داشت فکر می کرد که هر طور شده می بایستی خودش رو به اون خونه سفید رنگ برسونه. عاقبت به حیاط رسیدن. جوانی دوید و سرش رو از پنجره طبقه هم کف داخل کرد تا نگاهی بیاندازه. با حالتی بچگونه لبخند میزد و چشماش گرد شده بود. ولی پکر بر جا موند. با حرکات دست به همسرش حالی کرد که هیچ کس اونجا نیست. شاید همه در طبقه بالا در خواب بودند. به او علامت داد که از جاش تکون نخوره و منتظر بمونه. و بعد از اون در نیمه باز خونه رو فشاری داد و داخل خونه ناپدید شد. توی حیاط کنار دیوار نیمکتی به چشم می‌خورد. ماریا خودش رو به اون رسوند و خسته و هلاک خودش رو روی نیمکت انداخت. عاقبت چمدون رو رها کرد و بعد همونطور که پاشنه کفشاش رو به هم فشار می‌داد، از دست اونها هم خلاص شد و همونطور روی نیمکت نشست. سرش رو به دیوار تکیه داد و چشمشو بست. راحتی ناگهانی گیجش کرده بود. داشت خستگی در می کرد. حس می کرد که داره در فضای نورانی پیش میره. در آبهای عمیق و فیروزه‌ای رنگ فرو میره که سراپاش رو خنک می کرد. اندک نسیمی به او می رسید. ولی برای او همون اندک خنکی همانند امواج دریا بود که به روی او پاشیده می شد. اون شب کبود رنگ و بی انتها، اون بوی بد کوپه پر از جمعیت، اون ایستگاه‌های کثیف، اون همه پیاده شو چمدونو بگیر باید قطار رو عوض کنیم، اون همه راهپیمایی طولانی زیر آفتاب سوزان، حالا واقعاً پایان یافته بود و او به مقصد رسیده بود. از داخل خونه صدای سر و ملکی پر از وجد و سرور به گوش رسید. قدم‌هایی که با عجله پیش می‌اومدن، ولی او از جاش تکون نخورد. داشت همچنان از اون استراحت هریسانه لذت می برد. درست مثل تشنهی که یک لیوان آب خنک به دستش داده باشن. و عاقبت در مقابل خودش اون اقوام جدید رو دید. دو پسر بلند قامت و جوان و پیرمردی قد کوتاه و درشت هیکل و زمخت. بلافاصله از جا بلند شد و به اجبار لبخندی زد. اونها که دورش حلقه زده بودن، همه داشتن به دقت براندازش می کردن. حتی خود جوانی هم به اون خیره شده بود. با اون هیکل ریزه بدون کفش. با اون پاهایی که توی جوراب‌های خاکستری رنگ آماس کرده بود و مثل پنجه مرغابی به نظر می رسید. هیچ کس با او حرفی نزد.
همونطور سرپا ایستاده بودن و نگاش می کردن. و دختر فکر کرد که لابد اینجا رسم خیر مقدم گفتن اینطوریه. عاقبت جوانی گفت خسته شده. توی دهکده او هوا همیشه خنکه. دوروبرش کوهستانیه. همونطور که داشت درباره او حرف می زد با دست به طرفش اشاره کرد. درست مثل اینکه او حیوانی است که در قفس کردن. پدر در جواب پسرش گفت به او بگو بیاد تو آشپزخونه بشینه. یکی از پسرها از دیگری جوانتر به نظر می رسید. او حد زد که باید میکله باشه. چمدون سنگین و برداشت و آورد. ماریا کفشای خودش رو توی دست گرفت و به همون حال وارد خونه شد. آشپزخونه وسیع ولی غم‌انگیز بود. تاریک بود. نور آفتاب از پنجره‌ها داخل نمی‌شد. فقط یک پنجره نیمه باز بود. روی دیوارها زین اسب، زنگوله‌های درشت فکل زده، زنگوله‌های بی‌ارزش و زشت گاوها از میخ‌های آویزون بود. روی میز بین لیوان‌های کثیف فیلتر سیگار پخش شده بود. از اجاق یک لکه دراز دود زده به طاق رسیده بود. در دو طرف اجاق هیزومی دو تا نیمکت دیده میشد که روی اونها پوشیده شده بود از طرح‌هایی که با چاقو کنده بودن. پر بود از نام‌های مختلف و شماره. ماریا نگاهی سطحی به اطراف خودش کرد. بوی تند سیگار برگ در اون محل بسته روی دیوارها باقی مونده بود. به او حالی کرد که پا به محلی گذاشته که فقط مردان اجازه دارن داخلش بشن. جایی مناسب عادات اونها. برای همین معذب شد و کنار اجاق نشست. دیگران بدون اون که از او دعوتی کرده باشن پشت میز نشستن. جوانی لیوانها رو کنار زد و شروع کرد با لهجه محلی خودشون به صحبت با پدر و برادراش. ماریا فقط چند کلمه ای رو اینجا و اونجا از اون لهجه درک می کرد. اون نو لهجه که از گلو در می اومد و سری صحبت می شد برای او درست مثل یک زبان خارجی غیر قابل فهم بود. فقط این رو درک می کرد که صحبت جوانی درباره اون 18 ماه اخیر نبود. درباره ازدواج اونها هم نبود. اصلا به او اشاره ای نشده بود. و از اونجا که او رو تنها به حال خودش رها کرده بودن، می ترسید که مبادا او رو هم مثل خاطرات دوران خدمت وظیفه و زبان ایتالیایی فراموش کرده باشه. با خودش می گفت، من دارم وسط این چهار مرد چی کار می کنم؟ ماریا متوجه شده بود که طرح دهان اونها و موهای مشکی و براقشون تا چه حد به هم شبیهه. چشمای جوانی در زیر اون ابروان پرپشت مثل چشمای پدرش بود. حالا که او لباس شخصی به تن داشت، ماریا دیگه اون سربازی رو که هر شب دم در خونه در انتظارش بود نمی شناخت. دلش پر از غم شده بود. از طرفی هم می ترسید که مبادا دامی برای او گسترده باشن. به یاد می آورد که وقتی دختر بچه بود، براش داستانهایی رو تعریف می کردن از اینکه کولی ها بچه ها رو می دزدن، توی یک گونی می دازن و با عرابه می برن و بعد دیگه از اونها خبری نمی شه. ماریا برای اینکه وحشت خودش رو در حضور چند نفر غریبه پنهان کرده باشه، داشت دورانی رو به خاطر می آورد که با رویای شیرین در انتظار ازدواج بود. رویایی که شبها تا دیر وقت او رو بیدار نگه می داشت. بله، بیدار. توی اتاقک دلگیر هتلی که در اون به عنوان خدمتکار کار می‌کرد. در عرض روز کارهایی که به او محول شده بود، سرزنش‌ها، همه چیز از روی قشر اون انتظار شیرین لیز می‌خورد و محو می‌شد. اثری از خودش بر جا نمی‌ذاشت و اون همه کار رو به آسانی انجام می‌داد. انگار داره صفحه‌های یک تقویم دیواری رو از جا می‌کنه و یکی یکی دور می‌اندازه. و در همون حال در ته دلش برای نشون دادن پیروزی خودش و مزمزه کردن اون جمله هایی که جوانی به او گفته بود برای خودش تکرار می کرد. همین که ازدواج کردیم از اینجا میریم. سوار قطار میشیم و تو رو به خونه خودم میبرم. و اون خونه رو طور دیگری در نظر ماریا مجسم کرده بود. خیال می کرد که اقوام او اونطور که جوانی اونها رو براش توصیف کرده بود
با خوشرویی و شوق و ذوق او را میپذیرن. ولی حالا میدید که در گوشه از آشپزخونه تنها مونده و او را فراموش کردن. و جوانی همونطور که داشت با اونها صحبت میکرد به او حتی نگاهی هم نمیانداخت. از خودش سوال میکرد چطور تونستم با چنین مردی ازدواج کنم؟ از چه چیز او خوشم اومده بود؟ نه، من قادر نخواهم بود بین این افراد زندگی کنم. حتی زبان اونها رو هم درک نمی کنم. نمی فهمم دارن چه میگن. همین فردا اینجا رو ترک می کنم. ولی در تخیلات خودش می دونست که این کار تقریبا غیر ممکنه. وقتی در قطار بودن، جانی به او گفته بود از پنجره بیرون رو تماشا کن. از این سفرها برای هر کس فقط یک بار در زندگی پیش میاد. به این فکر افتاد که راهی پیدا کنه و همون موقع از اونجا فرار کنه. به نحوی که دیگران اصلاً متوجه غیبت او نشن. شاید به بهانه هواخوری میتونست از خانه خارج بشه و بعد از اون دوان دوان خودش رو به ایستگاه قطار برسونه. ولی ناگهان تکانی خورد و به یاد آورد که همه ی پول خودش رو به جوانی سپرده. به خودش میگفت که شاید بتونه در ایستگاه اونقدر التماس و عجز و لابه کنه تا بگذارن بدون بلیط سوار قطار بشه و از اونجا بره. حتی اگر شده در واگونی که خاص حمله حیواناته. حس میکرد که در مهمترین واقعی زندگیش دچار اشتباه بزرگی شده و قادر نیست خودش رو خلاص کنه. ماریا بی اراده یک مرتبه از جا بلند شد و سر پا ایستاد. و جوانی که گویی در همه مدت از گوشه ی چشم مواظبش بوده به او گفت راستی، ماریا حالا که از جات بلند شدی، این لیوانها رو از روی میز بردار و بشور. ماریا به خاطر اون همه تخیلات و نقشه هایی که توی سرش پرورونده بود، چهرش گلگون شد. ولی بعد بلافاصله اطاعت کرد و سعی کرد نشون نده که دست و پای خودشو گم کرده. درست برعکس، دلش میخواست تبسمی بر لب داشته باشه که به اونها حالی کنه. حالا که وارد زندگیشون شده، نه خوشحاله و نه بدحال. یک حالت طبیعی به خودش بگیره. درست مثل اینکه توی خونه خودشه. با همه این احوال، دلش به هم میخورد که میدید هر چیزی در اونجا اینقدر کثیفه. پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی توی قفسه آشپزخونه بین قوطی‌های واکس و قرقره‌های نخ پخش شده بود. پدر شوهرش داشت میگفت که عمو آگوستینو که هر شب برای انجام دادن کاری به اونجا میومد، ظرف‌ها رو هم می‌شست. جوانی لبخند زنان گفت: او رو می‌بینی؟ درست و حسابی مثل یک خانم خونه داره. ماریا گفت: خودم فردا صبح همه جا رو تمیز و مرتب می‌کنم. و بعد از اون به امید اینکه شوهرش با او حرفی بزنه کنار او نشست. ولی او داشت با برادرش صحبت میکرد. قرار گذاشته بودن که فردا همه اونها با هم به گردش برن. فقط او میبایستی در خونه میموند تا جارو کنه، همه جا رو بشوره، آشپزی کنه و خودشو خسته و هلاک کنه. انگار با رفتن به اونجا فقط ارباباش عوض شده بودن و بس. انگار خواسته باشه طلب کمک کرده باشه. زمزمه کنان گفت جوانی. او سر خودش رو به طرف زن برگردوند و به دیگران توضیح داد خسته است. شما خدمتکار بود، ولی یک خدمتکار متشخصانه. میدونید در شمال با خدمتکاران مثل خانوم ها رفتار میکنن، بعد عادت میشن. ولی او هر کاری رو بلده، سالمه و از کار کردن و زحمت کشیدن واهمه ای نداره. 22 سال است. یک زن حسابی شده. ماریا نگاه خودش رو پایین انداخته بود. از طرز صحبت کردن شوهرش احساس حقارت می کرد. چونان با او رفتار می کرد که انگار خود او زبون نداره حرف بزنه. حتی پیرمرد هم اگر می خواست چیزی به او بگه، اون رو غیر مستقیم از طریق جوانی می گفت. اگر می خواد بخوابه، او رو به اتاق خواب راهنمایی کن. من اتاق خواب بزرگ را آماده کردم. روی گنجه هم گوشواره های مادرت رو گذاشتم که برای همسرته. جوانی گفت متشکرم. ماریا هم تکرار کرد متشکرم. و سپس با کمرویی اضافه کرد من خسته نیستم.
دلم میخواد همینجا پیش شما باشم. پس از شام ماریا به طبقه بالا رفت. پدر شوهرش دلش میخواست او را همراهی کنه، ولی ناراحتی قلبی داشت و قادر نبود از پله بالا بره. از همون پایین بالا رفتن او را تماشا میکرد. راه رو نشونش میداد و هدایتش میکرد. درست، بله، همون در وسط، آره، همون. زن داخل اتاق شد، چراغ رو روشن کرد و نور از لایه در نیمه باز اتاق تا پایین راه پله رو روشن کرد، جایی که پیرمرد به نرد تکیه داده بود. اتاق بسیار بزرگ بود، فقط یک تخت خواب دو نفره بزرگ در اون دیده می شد که یک رو تختی قهوه‌ای رنگ روش افتاده بود، به اضافه یک صندلی و یک قفسه. پیرمرد بی صبرانه از او می پرسید، خب، از اتاق خوشت میاد؟ ماریا حس کرد که در صدای پیرمرد رقتی نهفته است. اون وقت به دم در اتاق برگشت و لبخند زنان گفت، بله، خیلی خوشم میاد. در تاریک روشن راه پله، چشمان پیرمرد به او خیره مونده بود، با نگاهی غمگین و در عین حال مهربان. اونجا اتاق خواب خود او بود که حالا زن ناشناسی اون رو به تصاحب خودش درآورده بود. از او پرسید، گوشواره ها رو پیدا کردی؟ هنوز نه. اونجا روی قفسه است. برو اونها رو ببین. برو. ماریا بار دیگه داخل اتاق شد و جعبه محتوی گوشواره ها رو برداشت. جوانی همچنان اون پایین مشغول صحبت کردن بود و بار دیگه او رو در برابر اون زندگی تنها گذاشته بود. بله. در مقابل اون زندگی که ظاهراً با خصومت داشت اون رو میپذیرفت. در نتیجه از پیرمرد سپاسگزار بود که دست کم با صداش او را همراهی میکرد و تنهاش نمیگذاشت. با این حال با باز کردن جعبه گوشواره ها در اون اتاق ناآشنا حس میکرد که داره سرقت میکنه. گوشواره ها از طلا و مرجان ساخته شده بود. سنگین و پربها بود. گوشهای او سوراخ نشده بودن. برای همین نمیتونست اونها رو به گوشش آویزون کنه. صدای پیرمرد از اون پایین اصرار میکرد، از اونها خوشت میاد؟ او جعبه به دست بالای پلکان ظاهر شد. بله، بسیار زیبا هستن، خیلی خیلی ممنونم. و برای لحظه‌ای به هم چشم دوختند. دختر در اون بالا رنگ پریده و دودل و پیرمرد در اون پایین با نگاهی با نفوذ. ماریا درک کرد که برای اون پیرمرد تا چه حد مشکل بود از چیزی چشم پوشی کنه. حالا نگاه خودش رو مانند یک انگشت به سمت او دراز کرده بود تا به او حالی کرده باشه که اون عمل، اون هدیه تا چه حد برای او اهمیت داشت. ماریا به رقت آمده بود. بار دیگر تکرار کرد، متشکرم. دلش میخواست از پلکان پایین بره، ولی قیافه یه جدی پیرمرد اندکی او رو ترسونده بود. پیرمرد آهسته از نرده جدا شد و همونطور که در تاریکی فرو می رفت گفت، شب بخیر ماریا. دخترک به اتاق برگشت. تلفظ اسم خودش با لهجه محلی خاص اون پیرمرد در گوشش تنین انداخته بود. به نظرش می رسید که اون صدا تنها علامت خیر مقدمی بود که در اونجا دریافت کرده. خیالش کمی راحت شد. به پنجره نزدیک شد و سرش رو بیرون برد. پشت خونه مزرعی وسیع در مهتاب گسترده شده بود. در خط افق کوهی وجود نداشت. همه جا دشت و سبززار بود. به نظرش می رسید که هنوز توی قطاره و سر خودش رو از پنجره کوچک کوپه بیرون کرده. ماریا که داشت از خستگی هلاک می شد رفت و روی تخت نشست. روبروی او یک عکس بزرگ قاب شده از مادر جوانی به دیوار آویخته شده بود. زنی بود لاغر و سبز رو. چشماش مشکی بود. نگاه بانفوذی داشت. کینه‌توزانه به او خیره شده بود. میخواست نشون بده که چقدر از مرگ خودش متاسفه. از اینکه مجبور بود حوادثی رو که توی خونش اتفاق میافتاد عاجزانه نگاه کنه و کاری از دستش بر نیاد. غمگین بود. ماریا اون نگاه رو به روی خودش تحمل میکرد و متوجه شد که رفته رفته چطور تبدیل به نگاهی دوستانه شد. انگار از زیر اون پرده بدگمانی، میلی نهانی، احتیاج به برقراری یک رابطه بیرون زده بود
او هم از محل دوردستی به اونجا اومده بود. اهل جزیره ساردنی بود. جوانی این رو به او گفته بود. همه ی عمرش رو بین اون دیوارها سپری کرده و حالا هم همچنان روی دیوار باقی مونده بود. بله، پس از مرگ هم دست نخورده در اونجا در زیر شیشه باقی مونده بود. مثل مجسمه قدیسان زیر سرپوشی شیشه‌ای در جلوی نمازخانه کلیساها. جوانی همچنان اون پایین مونده بود. دیر کرده بود و بالا نمی اومد. ماریا صدای او رو می شنید. صدای میکل رو می شنید. چندی قبل هم که خودش کنار اجاق نشسته بود و داشت یک بشقاب سوپ می خورد، همه ی اونها رو به دقت برانداز کرده بود. جوانی خیلی فرق کرده بود. ولی او خودش رو با این خیال دلخوش کرده بود که جوانی واقعی اون کسی است که او می شناسه. این جوانی، جوانی دیگری بود که فرزند پدرش بود، برادر برادرش بود. جوانی اون نبود، بدون شک. میکله و دومینکو نیز در خارج از خونه با اون چه که توی خونه بودن تفاوت داشتن. هیچ کس به او توجهی نکرد. اونها تبدیل به خانواده‌ای شده بودن، بدون مسئولیت و آزاد و بیقید. او در بین اونها درست همون احساسی رو کرده بود که وقتی برای اولین بار به خدمتکاری در هتل رفته بود حس کرده بود. اون زمان به هر حال خوشحال بود که پدر خودش رو ترک می کرد. وقتی از او خداحافظی می کرد گریه کرده بود. ولی گریهش به خاطر این بود که می ترسید بره با افرادی ناشناس زندگی کنه و مدام از اونها بترسه. ولی خانم صاحب هتل چنان رفتاری داشت که گویی او اصلاً وجود نداره. بود و نبود او براش یکسان بود. وقتی در هتل دیگری به عنوان خدمتکار استخدام شد، قبل از اون که به اون اتاقهای به هم ریخته داخل بشه، اندکی مردد بر جا می‌موند. به نظرش می‌رسید که داره پا به اسرار مخفیانه مشتری‌ها می‌گذاره. چیزی نگذشت که ماریا متوجه شد خدمتکاری یعنی تلف کردن عمر، یعنی شکل و قیافه خود رو فراموش کردن و از دست دادن احساسات بشری، امکان قضاوت و اظهار عقیده. و حالا در خونه یه پدر شوهرش هم می دید که عیناً همون حس داره بر او غلبه می کنه. با تردید قدم بر می داشت و نگاه مادر شوهر مرده دنبالش می کرد. عاقبت روی تخت دراز کشید و چرتی زد و در اون چرت کوتاه میکله و دومینکو رو در خواب دید. همچنان صدای قشقش خنده اونها رو می شنید. همچنان صدای نفس نفس زدن قطار رو می شنید و طاقتش داشت از اون گرمای کشنده به انتها می رسید. یک نفر داشت داخل اتاق می شد تا گوشواره های او رو بدزده. از خواب پرید و روی تخت نشست. جوانی گفت: حالت خوب نیست؟ و آهسته در اتاق رو پشت سر خودش بست. طرفای سحر یک نفر به شدت در اتاق خواب اونها رو زد و از خواب بیدارشون کرد. ماریا یکی خورد و از خواب پرید. صدایی وحشت زده داشت می گفت: جوانی، جوانی بلند شو، فوراً بلند شو جوانی. جوانی با یک جهش از تخت بیرون اومد و درو باز کرد. در اون نیمه تاریکی چهره ی میکله رنگ پریده به چشم خورد. داشت می گفت: پدرمون، پدرمون. و بعد هر دو برادر با عجله هرچه تمامتر از اتاق بیرون رفتن. ماریا که ملافه رو تا روی بینی بالا کشیده بود، صدای قدم‌های اونها رو از روی پلکان تعقیب می‌کرد. صدای زمزمه به گوش می‌رسید. صدای رفت و آمد می‌شنید. یک لحظه فکر کرد که پیرمرد چرا این موقع جوانی رو به نزد خودش خواسته. بعدش به این فکر افتاد که لابد مسئله سر گرفتاری خانوادگیه. چیزهایی که فقط به مردها مربوط میشه. و با این فرضیه خیالش راحت شد و بار دیگه چشمانش رو بست. از پنجره رنگ صورتی شفق پدیدار شده بود. در سکوت اون ساعت صدای بلبل که محجوبانه چهچهه آغاز کرده بود به گوش می رسید و ماریا حس می کرد که اونطور هم که تصور می کرد از غیبت شوهرش متاسف نشده. او به تنهایی چه آسوده بود. به نظرش می رسید که بار دیگه به زمان طفولیت خودش برگشته، موقعی که مادرش کله سحر می اومد که او رو از خواب بیدار کنه و برای مراسم نماز به کلیسا برن. سفر، خستگی و خاطرات نامطبوع اخیر
همه از خاطرش محو شده بودند. جوانی همراه اقوام خودش ناپدید شده بود و او خانم و ارباب اون تخت خواب بزرگ شده بود. صاحب اون روز بیخیال ییلاقی شده بود. بار دیگه صدای قدم هایی رو شنید که داشتن با عجله از پلکان بالا می اومدن. جوانی در اتاق رو باز کرد و با صدای مشوش گفت: ماریا، چرا سرجات موندی؟ پاشو، پاشو بیا پایین قهوه درست کن. پدرم حالش خوب نیست. میکله به دنبال کشیش رفته. ماریا آماده شد و پایین رفت. صدای نفس نفس پیرمرد رو میشنید که مثل صدای اره‌ای به گوش میرسید که داره قطعه چوبی رو اره میکنه. ماریا که سخت دست و پای خودش رو گم کرده بود، توی آشپزخونه در فعالیت بود. از خودش میپرسید: قهوه کجاست؟ قهوه جوش کجاست؟ روی زغال‌ها فوت میکرد و خاکستر به چشماش فرو میرفت و آب چقدر طول میداد تا به جوش بیاد و شوهرش هم دم به دم به او میگفت: قهوه حاضر نشد؟ و او مجبور بود هر بار با سر علامتی بده که اندکی صبر و حوصله داشته باش. قهوه رو چشید. بسیار بدمزه بود، ولی خیالش راحت شد، چون اکنون میدونست که پیرمرد دیگه قادر به حرف زدن نیست. ماریا به اتاقی داخل شد که پیرمرد در اونجا به روی تختی بلند و باریک افتاده بود و چند نازبالش پشت او گذاشته بودن تا سرشو بالا نگه داره. نفس نفس میزد و چهرش کبود شده بود. با نگاه هراسان اطراف رو نگاه میکرد و سعی داشت به هر قیمتی شده نفس بکشه. به دختر خیره شد و با عصبانیت قهوه او رو پس زد. پسراش اصرار میکردن: بخور، برات خوبه. عاقبت پیرمرد دو جرعه از قهوه رو نوشید و بعد از اون سرش رو به شدت تکون داد و با جسارتی شدید تمام حواس خودش رو جمع کرد که با اراده ای راسخ هر طور شده خودش رو زنده نگه داره. ماریا به نظرش رسید که داره نبردی رو تماشا میکنه. انگار رقیبی نامرئی به روی سینه پیرمرد فشار می آورد تا خفش کنه و پیرمرد داشت دیوانوار از خودش دفاع میکرد. او به هیچ وجه خیال نداشت همه اون چیزها رو ترک کنه و به زیر خاک فرو بره. جوانی و دومینکو با ترس و در عین حال با امید به او چشم دوخته بودند و در انتظار سلامت پدر بودند. و ماریا مبهوت بر جا مونده بود و داشت نگاه می کرد که مرگ با چه نیروی شدیدی ناگهان به زندگی حمله ور شده و به دور زندگی پیچیده و داره اون رو خورد می کنه. فکر می کرد که شاید بهتر باشه از اونجا بیرون بره. او تا دیروز پیرمرد رو نمی شناخت و حالا بالای سر او ایستاده بود تا ببینه چطور داره جون میده. پیرمرد داشت دست و پا می زد. پسراش به اون نزدیک شدن، ولی او با نفرت اونها رو عقب زد، انگار که اونها جلوی همون اندک هوایی رو هم که تنفس می کرد گرفتن. به نظر می رسید که داره به اغما میره، ولی در عوض با نفسی پر سر و صدا به حال اومد. پسراش دیگه به او کمکی نمی کردن، حتی اشاره هم نمی کردن تا چیزی رو به او حالی کنن. از ترس و احترام به اون لحظه‌ای که پدرشون داشت به اون نزدیک می شد، در فواصل کوتاه نفسهای آخر نگاه نومیدانه پیرمرد مانند تیری خلع رو در هم می شکست. آفتاب به لب پنجره رسیده بود. پیرمرد دو سه بار نفس عادی کشید و بعد انگار موجی عذاب دهانش رو پر کرده و به عمق دریا کشونده باشه، بی حرکت و ساکت بر جا موند. پسراش به او دست زدن، تکونش دادن و بعد از اون زانو زدن و زجه زنان گفتن: پدر، پدر جان. حتی ماریا هم سرش رو پایین انداخت و زانو زد. با استشمام بویی که از فنجان بیرون می زد، به او داشت حالت تهوع دست می داد. بوی تلخ یک قهوه بعد. پس از بازگشت از مراسم تشییع جنازه و دفن، بلافاصله دومینکو گفت که سهمیه خودش رو میخواد. اما آگوستینو مخالفت کرد و گفت خونه رو نمیشه فروخت. پدرت مایل نبود که خونه به فروش بره. ولی پسرک دهان او رو بست و جواب داد: به شما چه مربوطه؟ بی خودی فضولی نکنید. همه به محض ورود به خانه به اون زن جوان نگاهی انداخته بودند که پیراهنی گلدار به تن داشت. پسرموها و اقوام همه در ورود به اتاق مکسی می کردن و به او خیره می شدن.
حتی قبل از اون که به مرده نگاهی بیاندازن و بین خودشون پچ کنن میگفتن تازه عروسه. اما آگوستینو کنار اون نشسته بود، انگار میخواست به اون صورت در مقابل اون نگاه‌های خبیث برای او سپری شده باشه و یواشکی از او پرسیده بود: لباس مشکی نداری؟ ماریا سر خودش رو به علامت منفی تکون داده بود، ولی بعد یک مرتبه از جا بلند شده بود و رفته بود بالا به اتاق خواب. از چمدون خودش پیشبند مشکی خدمتکاریش رو درآورده، اون رو پوشیده بود و به پایین برگشته بود و در گوشه‌ای به تنهایی نشسته بود. زنهایی که داشتن شیون می‌کردند با نگاهی جدی به چهره لاغر و رنگ پریده او خیره شده بودند. چند تن از اقوام مسن‌تر پنجره‌ها رو بسته بودند. به پیرمرد مرده لباس پوشونده بودند. روی آینه رو با پارچه‌ای پوشونده بودند. چند عدد شمع روشن کرده بودند و پس از خاتمه دادن به اون ادای وظیفه سری، اطراف تخت زانو زده و آه و ناله و شیون رو از سر گرفته بودند. دومینکو مشت به سر می‌کوفت، موهای سرش رو چنگ می‌زد، تا اینکه عاقبت یک نفر جلوی او رو گرفت و با التماس گفت: دومینکوی عزیز، آرام بگیر، بارکلا. و او فقط یک لحظه آرام می‌گرفت و بار دیگر بازی را از سر می‌گرفت و به خود مشت می‌کوبید. میکله برعکس، همین که شخص جدیدی وارد می‌شد بلافاصله می‌گفت: از من تقاضا کرده بود که او رو سوار درشکه کنم و به زیارتگاه ببرم. چندین بار از من تقاضا کرد و من پشت سر هم به او وعده می دادم روز یک شنبه، و بعد وقتی روز یک شنبه می شد باز اون رو عقب می انداختم. و بعد از عذاب وجدان حق حق کنان گریه رو سر می داد. در اندک زمانی خانه پر از جمعیت شد. همه به محض وارد شدن می پرسیدن: چطور شد؟ چطور پیش اومد؟ و دومینکو شرح می داد: اتاق خواب من چسبیده به اتاق اوست. شنیدم که داره صدا می کنه. دوان دوان خودم رو رسوندم، ولی دیگه دیر شده بود. داشت نفسای آخر رو می کشید. دکتر گفته بود سکته کرده. و دیگران اشاره می کردن که حتما به این خاطر بوده که جوانی رو با تازه عروس دیده بوده و با به زبان آوردن کلمه تازه عروس همه نگاه خودشون رو به روی ماریا می چرخوندن و ماریا هم مطیعانه نگاه اونها رو به روی خودش تحمل می کرد. اما آگوستینو که باز کنار اون نشسته بود با اشاره به این و آن می گفت: اون خانم دختر خاله شوهرته، یا اون زن مادر تعمیدی شوهرتو است. ولی ماریا حس می کرد که اصلا شوهری نداره، فقط به نظرش می رسید که یک مشت قوم خیش به دست آورده که همگی سبز رو و اخمالو به اون نزدیک می شدن و با بوسه سرد به روی گونه به او غمی رو تسلیت می گفتن که او اصلا اون رو حس نمی کرد. دلش می خواست به جوانی نزدیک بشه و به او بگه: یالا شجاعتی به دست بیار، به خاطر بیار که من هم وجود دارم، من که تو رو اینقدر دوست دارم. می ترسید که همه اون جمعیت اون همه شیون و زاری آه و ناله سعادت عاشقانه اونها رو به هم بزنه. در واقع جوانی چنان به اون نگاه میکرد که گویی هر دوی اونها در جنایتی با هم شریک جرم بودن. شاید برای اینکه وقتی اون حادثه پیش اومده بود اون دو بی خیال خوابیده بودن. گاه به گاه صدای میکل شنیده میشد که تکرار کنن میگفت: از من تقاضا کرده بود که او رو به زیارت ببرم و من مدام به او وعده میدادم روز یک شنبه. اقوام بلا فاصله پس از نگاهی به مرده همه به آشپزخانه رفته بودند. زنها روی نیمکت‌ها نشسته و مردها چهارزانو روی زمین گرده هم اومده بودند. و از اونجا که به ندرت فرصتی پیش می آمد تا همه دور هم جمع بشن، داشتن درباره محصول مزارع همسایه‌ها و زایمان‌های اخیر وراجی می‌کردند. البته به اضافه مسائل دیگه که همه رو زیر لبی بین خودشون زمزمه می‌کردند. انگار نمی‌خوان با صدای بلند خودشون کسی رو که خوابیده بود از خواب بیدار کنن. اما آگوستینو به ماریا گفته بود که اقوام تا قبل از تشییع جنازه خونه رو ترک نمی کنن. تمام روز و شب رو اونجا می گذرونن تا همراه فرزندان اون مرحوم سوگواری کنن. در قفسه های خالی رو باز می کرد و می گفت: چه چیزی به اونها تعارف کنیم؟ و ماریا جواب می داد: چه چیز تعارف کنیم؟ هیچ چیز. به نظرش می رسید که
خوردن چیزی در دو قدمی اون اتاق بی احترامیه. اتاقی که بوی شیرین مزه شمع و گلهای پلاسیده با بوی دیگری که تشخیص داده نمی‌شد مخلوط شده بود. ولی عمو آگوستینو با چشمان از حدقه بیرون زده خود حیرت زده می‌گفت: هیچ چیز. آبروی اون مرحوم خواهد رفت. سپس به دهکده رفت و در بازگشت دستاش پر از بسته و کیسه خرید بود و چهره اقوام که همگی مشعوف شده بودن با رضایت خاطر از هم باز شده بود. نان و کارباس و نان شیرینی های بادامی دست به دست می شد و همه همونطور که شیرینی و یا نان و کارباس رو گاز می زدن آه می کشیدن و می گفتن: این شیرینی مصیبته، شیرینی مردگانه. عمو آگوستینو برای ماریا توضیح داده بود که خیلی از اون افراد صرفاً اون مرحوم رو دورا دور می شناختن و ماریا پرسیده بود: پس برای چه اومدن؟ و عمو آگوستینو گفته بود که امروز هر کسی در خونه رو بزنه حق داره داخل بشه، یعنی داره در بهشت رو می زنه و به بهشت داخل می شه. اقوام بار دیگه به نوبت داخل اتاق مرده می شدن و شیون رو از سر می گرفتن و می گفتن: به نظر ناممکن میرسه. پس از اون بوسه های تسلیت دیگه کسی به ماریا نزدیک نشده بود. او به عمو آگوستینو کمک کرده بود تا با غذاها و نوشابه از همه پذیرایی کنه و همراه او کنار اجاق نشسته بود. اجاق میبایستی تا وقتی مرده رو از خونه بیرون نبردن خاموش میموند. هوا گرم بود. کرکره پنجره ها همه بسته شده بود. زنها با شارهای مشکی خود رو باد می زدن تا خنک بشن. عمو آگوستینو به ماریا آهسته گفته بود: اون دختر رو می بینی؟ اسمش مرچد است. نامزد دومینگوست. دختر بلند قامت و سبز روی بود و در لباس مشکی خود بی نهایت زیبا به نظر می رسید. یک روسری مشکی هم به روی سر انداخته بود. مادرش قدم به قدم او رو دنبال می کرد. ماریا پرسیده بود: برم با او سلام علیکی بکنم؟ ولی عمو آگوستینو مردد بر جای مونده بود. دلت میخواد؟ نه، بهتر نری. نه، چندان مهم نیست. ماریا متوجه شده بود که اون دو زن دارن چپ چپ نگاش میکنن و بین خودشون پچ پچ میکنن. اون هم به لهجه محلی. در نتیجه پرسیده بود: عمو آگوستینو، دارن درباره من حرف میزنن. چه میگن؟ پیرمرد بلافاصله جواب نداده بود. عاقبت در برابر اصرار او تسلیم شده و زیرلبی گفته بود: دارن میگن که پا قدمت خوب نبوده. پس از اون پریشان حالی روزهای اول، ماریا متوجه شد که شوهر و برادر شوهراش هم دارن مثل اون دو زن به او نگاه میکنن. اون نگاه ها سکوتی طولانی در پی داشت که او بیهوده سعی میکرد به نحوی اون رو در هم بشکنه. صحبت های او در خلای بی صدا محو میشد. عمو آگوستینو به او می گفت: عادت ندارن که زنی در حضور اونها باشه. زن برای اونها جنبه خیابون، دهکده و جشن رو داره و بس. ولی پس از اون که با اونها سلام و تعارفی می کردن به خونه بر می گشتن و تو خودت می دونی که شبهای خودشون رو به چه نحوی می گذروندن، با صحبت کردن و خندیدن. حتی مستخدمه هم نمی خواستن. مثل یک مشت حیوان توی لونه در رو به رو خودشون بسته بودن. میفهمم، ولی جوانی؟ شاید جوانی منتظر اینه که اونها به تو عادت کنن، به عادات تو که اهل اینجا نیستی عادت کنن. تو با دخترهای اهل اینجا خیلی تفاوت داری. اونها رو مرعوب خودت میکنی. در نتیجه براشون خیلی ساده تره که وانمود کنن تو اصلا وجود نداری. و اگر ماریا باز اصرار میکرد، او ادامه میداد و بعد هم این مصیبت. برادرها از همون موقع که شوهر رو باز کرده و پولهای نقد رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. دومینگو بار دیگر سماجت میکرد که باید خونه رو بلا فاصله بفروشن تا او بتونه سهم ارثیه خودش رو تصاحب کنه. ماریا مردد از او سؤال میکرد: دومینگو، ولی بعد با اون پول چه خواهی کرد؟ و اون وقت پسرک به طور مبهمی اشاره می کرد که او خیال نداره تا آخر عمر در اون دهکده دور افتاده زندگی کنه. می گفت که در شهر، در کارخانه ها، کارگرها اونقدر زحمت نمی کشن که دهاتی ها در مزار زحمت می کشن. و
در کارخونه ها کافی است یک دستگیره رو فشار بدی و بعد همه چیز خود به خود پیش میره و تو آخر هفته یک مشت اسکناس توی جیبت میگذاری. و ماریا به اون میگفت که اسکناس خرد میشه ولی خونه چیزی است که باقی میمونه و سعی میکرد به او حالی کنه که زندگی در شهر بسیار سخته، پرخرجه. جوانی، مگر غیر از اینه؟ ولی شوهر او هرگز جوابی نمیداد و ماریا ادامه داد: میتونیم آشپزخونه رو رنگ کنیم، اتاق خواب ها رو رنگ کنیم. من خودم برای پنجره ها پرده میدوزم. پشت پنجره ها گلدون های گل میگذاریم. میتونیم همگی با هم به خوبی و خوشی همینجا زندگی کنیم. دومینکو گفت: مرشده به اینجا نمیاد. اما آگوستینو گفت: ولی خودش گفت که میگفت، ولی حالا دیگه حاضر نیست بیاد. و اما آگوستینو دیگر جوابی نمیداد. ماریا خیلی دلش می‌خواست دلیل این تغییر عقیده رو درک کنه و با سوءظن اطراف خودش رو نگاه می‌کرد. دلش می‌خواست از اونها سوال کنه، نکنه به خاطر حضور من باشه، چون می‌دید که با هر گونه پیشنهاد او مردها سرشون رو به علامت منفی تکون میدن. از روز مرگ پدر به خاطر عزاداری دیگه ریش خودشون رو نتراشیده بودن. در نتیجه قیافه‌ای در هم فرو رفته و تهدیدآمیز به خود گرفته بودند و ماریا هر وقت که اونها از خونه خارج می‌شدند و او رو پشت اون پنجره‌های بسته توی خونه تنها می‌گذاشتند احساس رضایت می‌کرد و خوشحال می‌شد. یک بار به طرف پنجره‌ای رفت و دست خودش رو پیش برد تا کرکره رو باز کنه، ولی عمو آگوستینو درست به موقع رسیده بود و گفته بود: مگه خدایی نکرده عقل تو از دست دادی؟ اون پنجره ها بایستی یک ماه بسته میموندن. دو ماه دیگه اون میتونست از خونه خارج بشه و دو سال دیگه هم میتونست پیراهنی به رنگ روشن تنش کنه و او مثل همیشه اطاعت کرده بود. اطاعت کورکورانه ی دختر دل عمو آگوستینو رو میسوزون و اغلب پیش او میمون تا او رو تنها نگذاشته باشه. هر دو توی آشپزخونه کنار در نیمه باز مینشستن که کمی هوا از اونجا داخل میشد و پیرمرد از مردم دهکده برای او صحبت می‌کرد. درباره بزرفشانی و مزارع به او چیزهایی یاد می‌داد. گاه وقتی از خرید آذوقه به خونه برمیگشت، چند تا گل برای او می‌آورد و محجوبانه به دستش می‌داد. و ماریا با چنان شوق و ذوقی از او تشکر می‌کرد که پیرمرد چهرهش گلگون می‌شد. اون حرکات پرعاطفه او رو وادار می‌کرد تا به کار خود، به زندگی خود در اونجا ادامه بده. آشپزی می‌کرد. میز رو با دقت بیشتری میچید. اما آگوستینو خواهید دید که امروز دومینکو تغییر عقیده میده و دیگه به خیال فروش خونه نمیافته. و با شنیدن صدای قدم‌های شوهر و برادر شوهرش از حیات، لبخندی زیبا چهرش رو روشن میکرد. به پیرمرد چشمکی میزد و میگفت اومدن. و با علاقه اونها رو میپذیرفت. براشون سوپ میریخت. در رفت و آمد بود. دور و برش رو میپلکید. ولی غذاهایی که اون میپخت با به طبع اونها نبود. در بشقاب‌های خود با اون بازی میکردن. انگار دارن از خودشون سوال میکنن این دیگه چه چیزیه؟ و بعد غذا رو دست نخورده توی بشقاب جا میذاشتن. دختر سکوت میکرد و متاسف بر جا میموند. حتی در خصومتی که نسبت به او از خودشون نشون میدادن اونها رو تمجید میکرد که خانواده‌ای هستن اونطور به هم پیوسته و متحد. با خودش فکر میکرد. درست مثل یک خانواده درست و حسابی. ماریا در سالهای طفولیت خیال میکرد که خانواده اونطور که در کتابهای درسی یا در موعظه‌های کشیش بیان شده بود چیزیست لمس نشدنی، مثل وجدان، مثل شعر. چون او و پدر و مادرش به هیچ وجه به اون چه کشیش میگفت یا در کتابها نوشته شده بود کوچکترین شباهتی نداشتن. اونها همیشه در اتاقهای کرایه‌ای زندگی می‌کردند. در عرض روز از پدرش خبری نبود. مادرش می‌گفت رفته سر کار. شب هنگام دیر وقت به خانه برمیگشت. ولی با اونها نه بدخلقی می‌کرد و نه کتکشون می‌زد. گوشه ی اتاق روی زمین کز می‌کرد و زیلبی برای خودش آوازی می‌خوند و همونجا هم به خواب می‌رفت. و صبح روز بعد به نظر می رسید مردی است که با مرد شب گذشته کوچکترین شباهتی نداره. از او می پرسید دختر جان چرا اینطوری نگاه هم می کنی؟ او عمله بود و پی ساختمان می کند. کار پرمشقتی بود.
مدام یا زیر باران بود یا زیر آفتاب. اون کار پرمشقت چهرش رو زشت کرده بود. اون دو، یعنی مادر و دختر، در طول روز با هم شوخی می کردن، با هم می خندیدن. بدون دلیل خاصی همدیگر رو در آغوش می گرفتن و امید داشتن که از یکی از حرکاتشون به طور معجزه آسا سعادت بیرون بزنه. ولی وقتی غروب می شد، دیگه حتی جرأت نمی کردن به هم نگاهی کنن. مادرش زن جوانی بود، بسیار با احساس. با کوچکترین حرکتی یا کلمه‌ای ناگهان غمگین و افسرده حال می شد. می گفت، می دونی ماریا، خودم کار می کنم، خودم پول در میارم. روی قطعه مرمر روی قفسه با انگشت طرحی از خانه زیبا رو می کشید. شکل اون خونه هایی که بچه ها می کشن. بعد هم دوروبر اون با چند خط کج و کله چند تا درخت سرو ترسیم می کرد. بعد دخترش رو در آغوش می فشرد و نگاهش به خلأ خیره می موند. انگار از میان اون دیوارهای دلگیر می خواست فقط با نگاه خود رو به هوای آزاد برسونه. به آن دشتی برسونه که در تجسم او خونه در میانش بنا شده بود. صبحا از خونه خارج می شد تا بلکه شغلی دست و پا کنه و هیجان زده برمی گشت و می گفت کار پیدا کردم. توی یک لباسشویی کار پیدا کردم. از فردا صبح شروع می کنم. و بار دیگه تخیلات خودش رو از سر می گرفت و شروع می کرد به حساب کردن. وقتی مادرش سر کار بود، ماریا پیش همسایه ها می رفت و می گفت ما به زودی میریم تا توی یک خونه زندگی کنیم که دور تا دورش درختای سروه. همسایه ها با نگاهی ناباور او رو نگاه می کردن و او اصرار می کرد و می گفت مادرم اینو به من گفته. حتی نقشه ی خونه رو هم برام کشیده که به چه شکلیه. مجذوب خانم همسایه می شد که داشت میز رو به طرز بسیار زیبایی می چید. بشقاب های قشنگ و لیوان ها که به ترتیب روی میزی گذاشته شده بودن. بوی پولنتای داغ دهانش رو آب می انداخت. چون او و مادرش عادت داشتن یک تکه کالباس لای نون بگذارن و بخورن. پدرش هم که سر کار غذا می خورد. روزایی که مادرش با رویا و آرزوهای خودش سر حال بود، او فکر می کرد که روزی خود اونها هم پولنتای زیادی خواهند خورد. مطمئن بود که اینطور خواهد شد. پشت پنجره ها گلدان های شمعدانی می گذاشتن. به دیوارها تابلو آویزون می کردن، درست مثل خونه ی همسایه ها. ولی در عوض همه اون چیزها، مادرش پس از چند هفته کار مریض می شد. همه می گفتن که اعصابش خرد شده و آهی کشیده تکرار می کردن که غیر از این هم نمی تونه باشه. زندگی با اون مرد تحمل کردنی نیست. دختر بچه ساعتی متوالی کنار تخت مادرش می نشست. امیدوار بود که با اطاعت ساکت خود به او کمکی کرده باشه. در انتظار میمون تا او شفا پیدا کنه و برای به دست آوردن اون خونه شغل خودش رو از سر بگیره. ولی مادر جوان او شهامتش رو از دست داده بود و شبها که شوهرش به خانه برمیگشت، گریه کنان با کلماتی سرزنش کنان به او حمله ور میشد و میگفت چرا این همه پول رو هدر میدی؟ دست کم به فکر دخترت باش. با کتابخان همه جا. شوهر بدون اینکه چیزی از حرفای او رو درک کنه نگاهش میکرد و یا تفریح کنان قشقش خنده را سر میداد. انگار داره در تئاتر یک نمایشنامه یک کمدی رو تماشا میکنه. اون وقت همسرش با گریه به روی سینه او مشت میکوبید. مادر دستان خودش رو به روی پیشونیش میگذاشت و زمزمه کنان میگفت دارم دیوونه میشم، دیوونه میشم. و بعد شب همه چیز رو در خودش حل می کرد و محو می کرد. صدای خرناس شوهرش، صدای آهای او رو خفه می کرد. روز بعد، باز رویای خودش رو از سر می گرفت. برای دخترش از جنهایی تعریف می کرد که توی جنگل زندگی می کردن. درختانی که حرف می زدن یا اینکه او رو برای گردش به کنار رودخونه می برد. در مراجعت، دستان هر دو پر از پیچ امین و دوله و گرهای مارگریت بود. مادر گلها رو توی اتاق خواب میگذاشت و میگفت وقتی صاحب اون خونه شدیم همیشه توی اتاق ها گل میگذاریم. یک شب ماریا صدای گریه او رو شنیده بود که تا صبح ادامه پیدا کرده بود. پدرش همچنان خواب بود. خوابی که گوی از روی لجبازی بود. با خون سردی و غرور از خواب بیدار و حتی حاضر نشده بود به همسرش قول بده که دست از رفیق بازی برداره.
همیشه وقتی میدید حال زنش بده به او چنین قولی میداد. اون وقت مادر دختر بچه خودش رو در آغوش گرفته بود و بعد به تنهایی از خونه خارج شده بود. ماریا به همسایه ها گفته بود رفته عقب خونه بگرده. و از اونجا که مادر بر نمی گشت، همسایه ها ماریا رو برای نهار پیش خودشون نگه داشته بودن. روز بسیار زیبایی بود. به هنگام غروب مادرش هنوز به خونه بر نگشته بود. ولی او خودش رو تسکین می داد و فکر می کرد که به زودی به دنبال او میاد و هر دو با هم اونجا رو ترک می کنن. شب هنگام مادرش رو روی دست به خونه برگردوندن. در راه پله صداهای غیر عادی شنیده شده بود. صداهایی که زمزمه می کردن، بلند می شدن، تون تون حرف می زدن. اون وقت خانم همسایه ماریا رو توی بغل خودش گرفته و محکم در آغوش فشرده بود. گفتند که جسد او رو توی نهر آب پیدا کرده بودن. در واقع گلی رو در دست داشت که اون طرف ساحل نهر می روید. دختر بچه هق هق کنان می گفت برای چیدن اون گل زیاد از حد خم شده بود. همیشه همین کارو میکرد. دستش به اون گل نمی رسید. پدرش به خونه برگشته بود و روی زمین به خواب فرو رفته بود. درست توی همون اتاقی که جسد همسرش با لباسی مشکی به تن دراز شده بود. زن جوان هنوز روی اون رنگ پریدگی چهرش که به موم شباهت یافته بود اون حالت کنایه رو حفظ کرده بود که می گفت ماریا می بینی که از اینجا میریم. صاحب خونه میشیم و دیگه هرگز به اینجا بر نمیگردیم. حالا ماریا خونه ای داشت و با این حال موفق نمیشد با اون اتاقهای نیمه خالی طرح دوستی بریزه. اتاقهایی که در عوض حمایت کردن از او به وحشتش میانداختن. اما آگوستینو میگفت دختر جان من چه انتظاری داشتی؟ تو خونه هایی که فقط مردها زندگی میکنن معلومه که وضع از چه قراره. هر روز یک نفر میاد و یک چیزی رو بر میداره. خدا رحم کرده که هنوز توشک ها باقی موندن. در واقع ما بین اون دیوارها چیزی وجود نداشت تا از زندگی دو نسل در اونجا اثری باقی گذاشته باشه. همه چیز، تولدها، مرگها، گذر سالها از اونجا محو شده بود. انگار به دقت هرچه تمامتر همه چیز رو سایده و پاک کرده بودن. به نظر می رسید که اون برادرها از ماریا میترسن. میترسن او قدرتی به دست بیاره و بار دیگه همه چیزو زنده کنه و سر جای خودش بگذاره. در ساعاتی طولانی که به تنهایی در خونه میمون به این فکر میافتاد که خونه رو تغییر شکل بده. مثلا آشپزخونه رو تبدیل به انباری بکنه. مدام به یاد خونه ی همسایه‌شون میافتاد که در زمان طفولیت اونقدر از اون خوشش اومده بود. اون نور شفاف و آرام بخش، چهره‌های روشن و مطبوع اونها، نانی که مادر خانواده‌شون به سینش تکیه می‌داد و اون رو با چاقو می‌برید. اون همه خاطره باعث می‌شد همه زحمت‌ها و سختی‌ها رو از یاد ببره. او قبل از ازدواج هم خیلی زحمت کشیده بود، ولی اون موقع با گذشت زمان همونطور که روز به پایان می‌رسید، با وجود خستگی شدید احساس قدرت بیشتری می‌کرد. انگار اون همه زحمت نیروی او رو بیشتر می کرد، چون می دید که به هر حال ساعتی فرا خواهد رسید که او باید دست از کار بکشه. هر عملی، هر زحمتی اون رو به اون ساعت نزدیک تر می کرد. همونطور که ساعت به ساعت شش نزدیک تر می شد، او هم فعالیت خودش رو دوچندان می کرد و با خودش فکر می کرد. جوانی الان از سربازخونه خارج شده به راه افتاده داره از اون خیابون مشجر پیش میاد. در فکر خودش، حرکات او رو قدم به قدم دنبال می کرد. مثل موجودی نامرئی در کنار او به راه می افتاد و با این حال همه کارهای هتل رو به بهترین نحو انجام می داد. زنگ کلیسای مجاور ساعت شش رو می نواخت و ماریا جوانی رو می دید که به میدون رسیده. داره آهسته قدم بر می داره و با خوشحالی به ساختمان هتل نگاه می کنه. اون وقت اون با اسیانی ناگهانی همه چیز رو ول می کرد. به اتاقکی که توی اون می خوابید می دوید. دستی به موهاش می کشید. انگشتش رو با آب دهان تر می کرد و روی پلکاش می کشید. روی ابروهاش می کشید. دستی به پیشبندش می زد و اون رو مرتب می کرد و به راه می افتاد.
از اون راهروهای طولانی زیرزمینی که با بخار چرب آشپزخانه مرطوب شده بودن میگذشت و خدمتکارای دیگه از او سوال میکردن: ماریا، میری بیرون؟ و او کمی با لجبازی میگفت: بله، ساعت کارم تموم شده. راز خود رو در دل نگه داشته بود و آهسته قدم بر میداشت و در همون حال دختر دیگری رو به شکل و قیافه خودش میدید، با همون پیشبند مشکی و گیسوان دم اسبی که با عجله و شاد و خوشحال داشت به طرف در خروجی پیش میرفت. اون وقت بوی خفه کننده آشپزخونه ها رو پشت سر میگذاشت. تصویر خودش رو میدید که داره آزادانه پیش میره و آن چارگوشه نورانی در انتهای راه رو آخرین سدی بود که جلوی آزادیش رو گرفته بود و او با نزدیک شدن به اون میدید که اون مربع وسیع تر میشه، نورانی تر میشه. اون وقت گویی بخواد از تصویر خودش تقلید کرده باشه، خود او هم قدم خوشو تند میکرد تا جایی که عاقبت با خنده ای از روی خوشحالی پا به دویدن میگذاشت. وقتی به دم در میرسید می ایستاد و به اطراف خودش نگاهی می انداخت و بعد که می دید جوانی در انتظار او ایستاده، لبخندی می زد و به نظرش می رسید که همه جا رو چراغانی کردن. اکنون هم وقتی شوهرش به خونه بر می گشت، او لبخندی می زد، ولی جوانی نگاهی سرد به او می انداخت و از شوق و ذوق او متحیر بر جا می موند. شاید فکر می کرد که در زمان سوگواری شوق و ذوق خود رو ظاهر کردن عملی است بسیار نامناسب. در نتیجه او همونطور که لبخند از روی چهرش محو می‌شد، سرش رو پایین می‌انداخت و زیر لبی می‌گفت: امیدوارم از غذایی که پختم خوشت بیاد. و در سکوت غذا رو جلوی او می‌گذاشت و به او خدمت می‌کرد. جوانی به او نشان نداده بود که چنین اخلاقی داره. وقتی با هم نامزد شده بودن، هر روز غروب او رو به باغ ملی نزدیک هتل می‌برد. در اون ساعت بچه‌ها دست از بازی بر می‌داشتن و از پارک خارج می‌شدن. با بی‌میلی اونجا رو ترک می‌کردن و اسباب بازی‌های خود رو مثل یک دسته گل پژمرده در دست می‌فشردن و عشاق جوان مالک باغ ملی می‌شدن. درست مثل تسخیر قطعه زمینی که قانوناً به اونها تعلق داشت. ماریا از وقتی ازدواج کرده بود، اغلب غروبی رو به خاطر می‌آورد که در اون خیابان مشجر پارک دختری موخرمایی و پسری لاغرندام که کت و شلواری تیره رنگ به تن داشت سر پا ایستاده بودند. دخترک بدون اون که بخواد جلوی وحشت خودش رو بگیره که همه در اون اطراف به خوبی درک کرده به حال او دلسوزی کنن، حق حق گریه رو سر داده بود و از پسرک میپرسید: بگو، راستشو به من بگو. و پسر بدون اون که حرفی بزنه او رو نگاه میکرد. ماریا در همون نزدیکی کنار جوانی نشسته بود و می ترسید که اون منظره برای خود او هم پیش بیاد. دخترک بسته بزرگ رو در بغل گرفته بود و هر چند وقت یک بار اون رو دست به دست می کرد. خسته به نظر می رسید. از لحن صداش که نفس نفس می زد معلوم بود که بیش از اون نمی تونه در اونجا تأمل کنه. یک نفر، شاید پدرش، شاید اربابش در انتظارش بود. یک نفر که صاحب اختیارش بود و میتونه زندگی او رو با تعیین وقت مچاله کنه. سپس حق حق گریه او فرونشسته بود. ماریا سر خودش رو پر از امید به طرف دیگر چرخونده بود و دختر رو دیده بود که داشت به تنهایی از اونجا دور میشد. وحشت زده رو به جوانی کرده و از او پرسیده بود: بگو وقتی با هم ازدواج کردیم زندگی ما چطور خواهد بود؟ و او مثل همیشه در جوابش گفته بود: اون وقت مثل همیشه خوشحال و شاد و سعادتمند خواهیم بود. جوانی همیشه خیلی کم حرف بود، ولی ماریا با اون جمله او مثل یک نخ در تخیلات خود به گلدوزی مشغول شده بود. او درک می‌کرد که ازدواج کردن فقط به این معنا نیست که همدیگر رو ملاقات کنن و قدم بزنن. زندگی زن و شوی به این معنا نیست که معنی واقعی خانواده رو در اون ترجمه کنی. کلمه‌ای که برای او مثل کلمه شعر همیشه چیزی بود غیر قابل لمس. گاهی از خودش سوال می‌کرد که آیا موفق خواهد شد اون رو به نحو احسن ترجمه کنه؟ جوانی با نگاهی عاشقانه که باعث آسودگی خیالش می‌شد از او می‌پرسید: چه
چی شده؟ و او جواب می داد، چیزی نیست. داشتم فکر می کردم که وقتی ازدواج کردیم چقدر سعادتمند خواهیم بود. و حالا ماریا تدریجا داشت درک می کرد که او اصلا و ابدا چیزی رو درک نکرده بود. ماریا فقط شبها شوهرش رو می دید. وقتی صدای پای او رو می شنید که داره از پلکان بالا میاد، حس می کرد که امیدی داره مثل قنچه ی گل در دلش شکوفا می شه. و جوانی محتاطانه وارد اتاق می شد و ماریا با صدایی که از اون نگرانی می بارید صداش می کرد، جوانی. و جوانی بی تفاوت به خواب می رفت. شبی ماریا با شنیدن صدای پای او که داشت وارد اتاق می شد، بلافاصله از تخت پایین اومد و به او نزدیک شد و زیر لبی گفت، جوانی بیا کمی پنجره رو باز کنیم جوانی. و در همون حال داشت او رو به طرف پنجره بسته می کشند. نور سردی رو که از لابلای کرکره‌ها داخل می شد به او نشون داد. امشب شب مهتابیه، مثل یادت میاد؟ مثل شبی که با هم ازدواج کردیم. در اون تاریک روشنی چشماش برق می زد و همونطور که ایستاده بود اصرار می کرد و می گفت، بگو، موافقت کن، خواهش می کنم موافقت کن. دلم میخواد سرمو از پنجره بیرون کنم، نفس تازه کنم. بعد دیگه از تو چون این تقاضایی نخواهم کرد. نه، تا وقتی یک ماه سوگواری به پایان نرسیده، دیگه چون این تقاضایی نخواهم کرد. و تکرار میکرد، بله، بله، بیا امتحان کنیم. مرد به او نگاهی انداخت و لبخندی زد. لبخندی درست مثل لبخندهای زمانی که سر ساعت 6 دم در هتل منتظر او بود. اون وقت ماریا که گویی به او جایزه‌ای داده باشن سراپا لرزید. آهسته چفت کرکره‌ها رو بالا زد و پنجره رو باز کرد. و ناگهان تمام اتاق از نور مهتاب سفید شد. از شدت هیجان زمزمه کنان گفت، آه جوانی. آهسته حرف می زد تا زیبایی اون سکوت رو در هم نشکنه. ماریا بارها در اون خانه در و پنجره بسته فکر کرده بود، و بیم داشت که وقتی عاقبت در خونه رو باز کنه و بیرون بره، خود رو در محوطه پیدا کنه که سردرگم، ندونه به کدوم سمت پیش بره. ولی اکنون با خوشحالی و شعف بار دیگه ستارگان آشنای خود رو به چشم می دید. زهره و دب اکبر و راه شیری که روی آسمان گسترده شده بود، درست مثل یک روسری حریر نازک. و او تکرار کنن می گفت، آه جوانی. سالهای سعادتمند رو جلوی پای خود می دید که مثل دشتی خرم و سبز گسترده شده بودن و او دلش می خواست هرچه زودتر با اون خاک اسیانگر و بی حاصل آشنا بشه، محرم اون بشه، درست مثل محرمیتی که با همسرش داشت. جوانی از او پرسید، چی شده؟ چرا اینقدر خوشحال شدی؟ و با دیدن او که به علامت سکوت انگشت به روی لب گذاشته بود تا کسی حرفاشو نشنوه، مرد ناگهان متوجه شد که همه پنجره‌های خانه به علامت سوگواری بستند و از اینکه به آن هوس بچگانه همسرش رضایت داده بود احساس پشیمانی کرد. جوانی با خشونت همسرشو کنار زد و همونطور که داشت کرکره‌ها رو می‌بست گفت، منو وادار به چه کارهایی میکنی؟ برو، برو بخواب. بله، البته کسی که مرده پدر تو که نبوده، پدر من بوده. بعد بدون اون که چراغ رو روشن کنه به سمت تخت خواب پیش رفت و در اون خوابید. ماریا بی حرکت از میان ظلمت به او خیره شده بود. آهسته صدا کرد، جوانی، جوانی. لحن صداش نومیدانه بود. در اون سکوت مطلق سخت احساس تنهایی می کرد. احساس شرمندگی می کرد. بار دیگه ملتمسان صدا کرد، جوانی. صداش با بغضی که گلوش رو می فشرد به سختی از گلو بیرون می آمد. بعد چند قدمی برداشت و رفت با این تخت. دم پاهای او نشست، لال و پرتمنا، درست مثل یک حیوان. چند روز بعد بار دیگه مسئله یه خونه پیش کشیده شده بود. دومینکو میخواست خونه رو بفروشه. جوانی مخالف بود و میکله هم مردد بر جا مونده بود و میگفت، وقتی از سربازی برگردم کجا برم؟
اون وقت دومینکو شروع می کرد توجه او رو نسبت به شهر جلب کنه. به او می گفت در شهر آدم مثل اینجا بدریخت و زشت نمیشه. در شهر بدون اینکه زحمت زیادی بکشی میتونه پول خوبی به دست بیاری. و بعد هم نمیدونی چه خیابونهای زیبایی داره. پر از مغازه. روزهای یک شنبه میدونی چطوری و کجا خوشگذرونی کنی. دلت میخواد همه ی عمر اینجا بمونی؟ اینجا بمیری؟ نه. من یکی که اصلا چنین خیالی ندارم. اما آگوستینو به ماریا نگاهی انداخت و به او چشمکی زد. جمله هایی که از دهان دومینکو خارج می شد تمام جملات مرچده بود و دومینکو اونها رو داشت کلمه به کلمه تکرار می کرد. میکله سرش رو تکون می داد و می گفت بله، حرفای تو رو باور می کنم. ولی او هرگز به شهر پا نگذاشته بود و با اخلاقی که داشت به هر چیز ناشناس بدبین بود. آخر سر می گفت میدونی منم وقتی همه چیزو سبک سنگین میکنم با مراجعت به اینجا دست کم میدونم که چه چیزی انتظارم رو میکشه. جوانی از فرصت استفاده میکرد و ادامه میداد البته در شهر هیچ کس تو رو نمیشناسه. کسی نمیدونه تو کی هستی. حس میکنی که گم شدی، خارج میشی و بی خودی به این طرف و اون طرف به راه میفتی، سوار ترامبای میشی و تا آخر خط میری. نمیدونی با چه کسی حرف بزنی. تا اینکه دومینکو به برادر کوچکش خیره میشد. انگار میخواست با اون نگاه حقیقتی رو به او یادآور بشه که او داشت فراموش میکرد. پس اینطور میخوای اینجا بمونی؟ چطور؟ میکله سکوت کرده و سر خود رو پایین انداخته بود. سکوت طولانی میشد و ماریا بار دیگه احساس میکرد که همه ی اونها دارن چیزی رو از او پنهون میکنن. از جوانی سوال میکرد خیال دارید خونه رو بفروشی؟ باز مجبور میشیم به شهر برگردیم، توی یک اتاق اجاره‌ای. و جوانی دهان باز نمیکرد تا جوابی بده. با قیافه جدی او رو نگاه میکرد، درست همونطور که اغلب عمو آگوستینو به ماریا نگاه میکرد. با همه ی این احوال وقتی 30 روز عزاداری سپری شده و ماریا درها و پنجره‌ها رو باز کرده و به حیات پا گذاشته بود، حس کرده بود که همه ی وحشت و هراس او بی اساس بوده. ابتدا نور و هوای تازه گیجش کرده بود و بعد محجوبانه قدم به پیش برداشته و سیاه رنگ در آفتاب آهسته آهسته به اون مزرعه ناشناخته نزدیک شده بود. درختانی که وقتی باد آغاز می شد روی هم خم می شدن و همونطور که نگاه خود رو به سمت افق دوردست می دوخت سعی کرده بود در مسیر اون نگاه حریصانه و بدون نظم و ترتیب تصاویری در خاطر خودش حفظ کنه. حس می کرد که سینش از فریادهای خوشحالی آماس کرده. شوقی که مثل عشق شوق بود به حق حق گریه شباهت داشت. دلش میخواست اون احساس آزادی رو آشکار کنه، ولی میدونست که باید وظیفه سوگواری خودش رو به جا بیاره و اون حالت عزارو با شوق و شعف لکه‌دار نکنه. همین که از خانه پا به بیرون گذاشته بود با اون هوای آزاد همه چیز رو فراموش کرده و احساس خوشحالی کرده بود. ماریا هنگامی که پای به دهکده گذاشت بلافاصله متوجه شد که همه ی شوق و ذوق او، عادت او که دوست داشت معصومانه بخنده و حتی با مردها هم حرف بزنه، همه چیز می بایستی در او دفن بشه و برجا بمونه. درست مثل خود او که تا اون موقع در اون خونه مدفون شده بود. در اون دهکده کوچکترین نشانه از وجد و سرور به چشم نمی خورد. در حیاتهای خالی که انبوه یونجه، در کنار دیواری که سفیدی اون چشم رو می زد، چند رأس الاغ گوش‌های خود رو بالا برده بودن و گاه به گاه صدای پایی در کوچه ها به گوش می رسید. از آشپزخانه های دود زده زنها خارج می شدن تا نفس تازه کنن. به روی بالکنی می ایستادن که تا زمین فاصله بسیار کمی داشت و همونجا می نشستن بی حرکت و ساکت، مثل اینکه روی تخت سلطنت جلوس کرده باشن. بنابر عادت طولانی زندگی در مکانهای بسته، بیشتر اونها چهره‌ای داشتن
به رنگ گندمی که در انبار رشد کرده باشه و حتی دختران جوان هم اخم به پیشونی داشتن، نوعی غم دور دست و قدیمی که همه اونها رو به همدیگه شبیه کرده بود. انگار همه هم خون هستن. مادرها بچه های خودشون رو بغل می گرفتن و تکون تکون می دادن و برای اونها لالایی های غم‌انگیز می خوندن. مردها در عوض در میدون جمع می شدن، می خندیدن و شوخی می کردن و به خاطر اون امتیاز ذاتی زنها با نگاهی کینه‌توز و پر از غبطه اونها رو نگاه می کردن. کوچه ها آغشته به بوی وحشی چنان تنگ بودن که از خونه می تونستی به خوبی داخل خونه ی روبرو رو ببینی. انگار داری از اتاقی در خونت به اتاق مجاور نگاه می کنی. دیوارها پر بود از شمایل قدیسان و مجسمه های حضرت مریم در زیر سرپوشی شیشه. ماریا خیال می کرد که به خاطر پوست روشن و موهای فرفری پشت گردنشه که همه دارن با نگاه خصمانه براندازش می کنن. شاید هم به خاطر اون بود که او داشت اونطور خوشحال و آزادانه قدم بر می داشت. شاید به خاطر تبسمی بود که بر لب داشت. به خاطر باز کردن پنجره بود یا به این خاطر که میل داشت کسی رو به خانه دعوت کنه. او در اینجا هرگز صدای آوازهای قشنگی رو که جوانان دهکده خود او می‌خواندند و در کوه منعکس می‌شد نشنیده بود. جوانان دهکده او با هم به گردش می‌رفتند و در کنار رودخانه و جنگل‌ها قدم می‌زدند. خوشحال بودند. در اینجا حتی عشق هم در اون خانه‌های دلگیر محبوس شده بود. آرامش و وجدی در خودش نداشت. عشق در اونجا پر از شک و سوءظن، پر از توطئه‌چینی و پر از گناه بود. وقتی ماریا در اونجا برای اولین بار برای مراسم نماز عصر پا به کلیسا گذاشته بود، بلافاصله پیرزنی با نگاهش به او حالی کرده بود که او باید در سمت چپ روی نیمکت‌هایی بنشینه که برای بانوان در نظر گرفته بودند. از میان ردیف زنها با کمرویی گذشته و زانو زده بود. زنی که کنار او بود خودش رو اندکی کنار کشید تا بازوش به او نخوره. ماریا شنید که زنها همه دارن بین خود کلمه‌ای رو پچ پچ می کنن و بعد یک به یک همه سر خود رو به طرف او می چرخوندن. نگاه اونها در زیر اون لکه های کبود دور چشم از زیر آن روسری های مشکی انگار از او می پرسید چرا پا به اونجا گذاشته؟ و او بیهوده سعی می کرد حواسش رو جمع کنه و دعا بخونه. اون نگاه ها همه افکارش رو به هم ریخته بود. بالای نمازخانه یک تابلوی نقاشی از حضرت مسیح آویخته بودن. ماریا داشت تاب تحملش رو از دست می داد. فاصله تا دم در خروجی رو در ذهن خودش اندازه گرفت. برای یک لحظه با کمرویی روی نیمکت نشست. ولی همه اون نگاه ها به او حمله ور شدن. او را از روی نیمکت بلند کردن و از در خروجی کلیسا بیرون راندن. ماریا همین که پا به بیرون گذاشت، به سرعت به طرف خانه به راه افتاد. سر راهش در سایه خانه های یک طبقه نگاه های دیگری برق می زد. درست مثل چراغ های کوچکی که در قبرستان سر قبرها روشن می کنند. زنهایی که لباس مشکی به تن داشتن جلوی پنجره ها ظاهر می شدن و پرده های پشت پنجره یه گلدوزی شده رو می کشیدن و با نگاه خود او رو از اونجا بیرون می کردن. پسر بچه های پا برهنه و نیمه لخت که از حیات ها بیرون می زدن با نگاهی حیرت زده به او خیره می شدن. قدم هاش رو سریع تر می کرد و شال رو محکم تر به دور خودش می پیچید و با وحشتی هولناک تصور می کرد که همه اون زنها دست جمعی دارن به گونه‌ای تهدیدآمیز او رو دنبال می کنن و چشمانشون در زیر روسری های مشکی برق می زنه. نمی دونست کجا مخفی بشه. چطور عبور کنه که کسی متوجه او نشه. فکر می کرد به هر جایی بره اون چشم غول‌آسا او رو پیدا خواهد کرد. همونطور به سرعت پیش می رفت. و هنگامی که به روی پر رسید توقف کرد تا نفسی تازه کنه. رودخانه با آبهای گلالود در جریان بود و مثل نرهای درکده او خوشمنظر نبود.
ماریا بار دیگر به راه افتاد و پا به کوره راهی گذاشت که به خانه منتهی می شد. خیالش آسوده شده بود. فکر کرد. نجات یافتم. ولی در همون حال داشت به نگاه برادر شوهرش فکر می کرد که در آشپزخونه به او خیره شده بودن. به نگاه مادر جوانی که از پشت شیشه ی قاب عکس به او خیره شده بود. حس می کرد که افکارش سخت به هم ریخته و اعضای بدنش به شدت خسته شدن. عاقبت به حیاط خونه رسید و به خونه پناه برد و با ترس و لرز در رو پشت سر خودش بست. ولی فقط نگاه مهربان عمو آگوستینو با نگاه او تلاقی کرد. پیرمرد کنار اجاق نشسته بود و یک تسبیح بزرگ چوبی در دست داشت. ماریا، چه شده؟ دختر روی نیمکت افتاد و دستش رو به پیشونی گذاشت و در میان حق حق گریه گفت: عمو آگوستینو، دیگه طاقتم تمام شده. به دهکده رفته بودم، به کلیسا رفتم. همه به نحوی عجیب و غریب به من نگاه می‌کردند، انگار بخوان منو از اونجا بیرون کنن. از هر جایی رد می شدم، مادرها بلافاصله بچه های خودشون رو از جلوی راه من بر می داشتن و دور می کردن. چه خیالی می کنن؟ مگه من چه کردم؟ عمو آگوستینو گفت: صبور باش دخترم. ماریا گفت: پس برای چه مردم دهکده اینطور نگاهم می کنن؟ شما به من بگید. پیرمرد مردد بر جا مونده بود. برای خلاصی از نگاه ماریا، نگاه خودش رو به آتش اجاق چرخوند و بعد ناگهان گویی تصمیم نهایی خودش رو گرفته باشه، بار دیگه نگاهش رو به چهره دختر دوخت و گفت: اونها میگن که چون تو وارد اون خونه شدی، پیرمرد از دنیا رفت، او رو چشم زدی. بد قدم بودی. بد یوم بودم؟ بله. ماریا یک مرتبه از جا جست. ولی آیا شما به اونها نگفتید که من جادو جنبل بلد نیستم و اصلاً به این گونه چیزا فکر نمی کنم و عاشق شوهرم هم هستم؟ عمو آگوستینو بدون اون که جوابی بده به اون نگاهی انداخت. هیچ کس از من دفاع نکرده. حاضرم شرط ببندم که هیچ کس طرف منو نگرفته. ولی عیب نداره. جوانی از من دفاع میکنه. اون وقت پیرمرد سرش رو تکون داد. از دست هیچ کس چاره ای ساخته نیست. لعنت بر کسی که اول از همه این چیزا رو به زبون راند. نه، چاره ای نیست. این بزرگترین بلایی است که ممکنه بر سر بشری بیاد. ماریا در آشپزخانه شروع کرد به قدم زدن. چشم زدن، قدم بعد. چطور میتوان به این گونه خرافات اعتقاد داشت؟ و تازه از این گذشته، مگه من بدخواه پدر جوانی بودم؟ من حتی او رو نمیشناختم. حالا کمی آرام گرفته بود. پریشان حالی او داشت رفته رفته تبدیل به نوعی تحقیر میشد. پیرمرد با نگاه غمگین خود او رو دنبال میکرد و سعی داشت به او حالی کنه که مسئله خیلی وخیم تر از اونه که او فکر میکنه. سعی داشت با کلماتی جست گریخته به او بفهمونه که رفتار مردم نسبت به او ربطی به خالا نداره و زنها از همون روز مرگ پیرمرد این عقیده رو نسبت به او داشتن. نسبت به او مشکوک شده بودن و دیگه حتی لزومی هم نداشت که با هم کلمه ای رد و بدل کنن. همون نگاهشون برای تصدیق کافی بود. داشت به او می گفت که او با تماشای اون زنها متوجه شده بود که چه حادثه ناگواری داره پیش میاد. خیلی بدتر از اون حادثه‌ای که پیرمرد رو هلاک کرده و سرد و بی جان اونجا روی تخت درازش کرده بود و سعی کرده بود به هر طریقی شده بقیه رو از این فکر منصرف کنه. به همه گفتم که تو دختر بسیار خوبی هستی، یک بند خدای حسابی هستی، خجالت بکشید. مگه اون دخترک فلک زده به شما چه بدی کرده؟ چرا میخواید زندگی او رو تباه کنید؟ سپس سر خود رو تکانی داد و آهی کشید و گفت که در عرض چند ساعت
چگونه شک و تردید قلب اونها رو به سنگ خارا تبدیل کرده بود. اون موقع که ماریا حرف میزد، زنها برای اینکه چشم بد رو از خود دور کرده باشن، در زیر پیشبند دستهای خود رو به شکل شاخ در آورده بودن. عمو آگوستینو گفت، حالا دیگه خیلی دیر شده. حالا همه دارن میگن، وقتی تازه عروس از محلی عبور کنه، باید دهان خود رو بسته نگه داشت تا هوایی رو که او با برخورد خود اون رو نجس کرده تنفس نکنن. اونها دیگه هرگز به اینجا پا نخواهند گذاشت. هرگز از دست تو حتی یک لیوان آب هم قبول نمی کنن. پس از مکسیکوتا اضافه کرد، تو در اینجا مدام احساس نکبت و بدبختی خواهی کرد. عقیده من، صلاح شما دو نفر در اینه که اینجا رو ترک کنید و در شهر مستقر بشید. ماریا متعجبانه گفت، اینجا رو ترک کنیم؟ نه، نه، هرگز. کینه شدید در قلبش جایگزین شده بود، طوری که حتی نسبت به اون پیرمرد نیز احساس سوءظن می کرد و با خود می گفت که شاید او با برادر شوهرش هم دست شده و به این حیله متوسل شدن و نقشه کشیدن که از اون طریق اون دو نفر رو از خونه بیرون کنن و بتونن با خیال آسوده از مزرعه استفاده کنن. به همین دلیل بود که پیرمرداش به او می گفت، حالا دیگه خیلی دیر شده، و می خواست او رو قانع کنه که تسلیم سرنوشت بشه. می خواست خود رو زیرکتر از اون نشون بده. لبخندی زد و گفت، حالا که این حرفا رو به من زدید خیالم پاک آسوده شد. اول خیال می کردم که چون من در اینجا غریبم رفتارشون اونطوریه. خدا می دونه چه فکرهایی درباره من کردن. ولی حالا چطور می تونم به این گونه مزخرفات اهمیتی بدم و خیال خودم رو ناراحت کنم؟ اما آگوستینو، واقعا که چه عقاید خرافاتی و مزخرفی. و با وجود این که می دید پیرمرد پیوسته داره سرش رو تکون می ده، با خوشحالی به طرف اجاق پیش رفت و گفت، چقدر دلم می خواد جوانی هر چه زودتر به خونه برگرده تا این مزخرفات رو براش تعریف کنم و به صدای قشقش خنده او گوش بدم. اما مطمئن باش که جوانی از این چیزا خندش نمی گیره. ماریا دیگه جوابی نداد. ماریا سوپ رو در قابلمه هم می زد. بوی کلم، بوی چربی و بوی پیازداغ از بخار قابلمه بیرون زده بود و داشت دل او رو به هم می زد. احساس تهوع می کرد. برای همین رفت پنجره رو باز کرد تا اندکی هوای تازه استشمام کنه و در همون حال داشت به جملات پیرمرد فکر می کرد. جوانی از این چیزا خندش نخواهد گرفت. و با در نظر گرفتن این که در صورت امکان، گرچه اون رو بعید می دونست، حق به جانب او باشه، دلش می خواست او رو از خونه بیرون کنه تا همه ی چیزایی که گفته بود همراه او از خونه خارج بشه. رفته رفته در گوشه های دور افتاده ی خاطراتش نگاهی از شوهر خود رو به یاد می آورد که بسیار به اون نگاه هایی که پیرمرد دربارش صحبت کرده بود شباهت داشت. به یاد می آورد که چگونه گاه به گاه شوهرش او رو زیر نظر داره. با ورود جوانی به خانه، ماریا حتی سر خودش رو هم به طرف او برنگردوند. در انتظار بر جا مونده بود. سعی داشت جلوی نگرانیش رو بگیره. مثل همیشه به او سلام کرد و همچنان به هم زدن سوپ ادامه داد. پشت سر صدای قدم های شوهرش رو می شنید. صدای صندلی به گوشش رسید که او عقب کشیده بود تا پشت میز بنشینه. زن آرام بود. بسیار آرام. و تصمیم گرفته بود که به سکوت خودش ادامه بده. هیجانی پر از تشویش هر لحظه رو بی نهایت طولانی می کرد. به نظرش می رسید که به اندازه کافی طاقت آورده. ولی حاضر نبود بی صبری خودش رو نمایان کنه. آشکار ساختن نگرانی به این معنا بود که همه ی ترس و بیم او به خاطر اونه که اون مسائل واقعیت دارن. میشد نوعی اعتراف؟ نه. پس از شام وقتی در اتاق با هم تنها شدن، در اون باره با جوانی صحبت میکرد. خیلی بی‌اعتنا. وقتی داشت جوراباشو از پا در می آورد تا به بستر بره، با
در اون باره صحبت می کرد. مثل موضوعی بسیار عادی و ساده. ممکن نیست حدس بزنی اما آگوستینو چه چیزایی برای من تعریف کرده. ولی قبل از اون که ارادش مغلوب بشه، بی اراده سر خودش رو به طرف شوهرش برگردوند و با لحنی خوش گفت: با تو حرف دارم. جوانی متعجب پرسی: چه خبر شده؟ او تکرار کرد: باید با تو حرف بزنم. خیلی خوب، حرف بزن. بیا بریم بالا. بالا؟ چرا بریم بالا؟ پیرمرد از جای خودش بلند شد و به طرف در براه افتاد. جوانی گفت: عمو آگوستینو، کجا میرید؟ ما حرفی نداریم که نباید به گوش شما برسه. و پیرمرد همونطور که داشت خارج میشد گفت: اگر تازه عروس با تو حرف خصوصی داره، بهتر شما رو با هم تنها بگذارم. و ماریا تکون خورد، چون میدید که حالا پیرمرد هم داره او رو تازه عروس مینامه. ماریا آهسته از اجاق دور شد، رفت و کنار شوهرش نشست. با لحنی شیرین از او سوال کرد: تو میدونی که درباره من چه حرفایی میزنن؟ نه؟ جوانی سراپای او رو برانداز کرد، انگار به شک افتاد که مبادا دامی براش گسترده باشن. درباره این که من بد قدم بودم و مردمو چشم میزنم؟ سکوت برقرار شد. زن پی برد که او نه اظهار تعجب میکنه و نه مخالفتی از خودش نشون میده. تو میدونی نه؟ چه کسی این رو به تو گفته؟ اما آگوستینو. انتظار داشت که شوهرش قش قش خنده رو سر بده و با تعجب بگه: و تو هم این مزخرفات رو باور میکنی؟ یا دست کم شانه هاش رو بالا بیاندازه و به طرف او لبخندی بزنه. ولی شوهرش سکوت اختیار کرده بود و او که می دید تکیگاهی در دسترس نداره، زمزمه کنان گفت: تو اینو می دونستی؟ آره؟ و او با چهره رنگ پریده از ترس با خشونت گفت: و هیچ کاری در این باره نکردی؟ چه می تونستم بکنم؟ چه می دونم؟ به دهکده می رفتی، همه چیز رو برای همه توضیح می دادی، به نحوی به من کمک می کردی، نه؟ از جا برخاست، دستان خودش رو در هم پیچید. تو باید به من کمک کنی، من از دست این ماجرا خلاص کنی. ولی او جملش رو قطع کرد و درست با همان صدای عمو آگوستینو گفت: حالا خیلی دیر شده. ماریا دیوانوار به سمت او برگشت و او اندکی وحشت زده از جای خود بلند شد. زن ملتمسانی می گفت: جوانی، منو نجات بده، نجاتم بده. چطور ممکنه که من بدیون باشم؟ جوانی به من کمک کن، تو خیلی خوب میدونی که چنین چیزی صحت نداره. جوانی جوابی نمیداد و با اون سکوت خود انگار داشت شک و تردیدی رو که اونطور همسرش رو متوحش کرده بود تصدیق میکرد. و اون وقت ماریا در مقابل اون رفتار خونسردانه به این فکر افتاد که شاید هم واقعاً چنین نیروی نحسی در اون وجود داره. شاید هم به این دلیل بود که اون همه وقایع ناگوار در زندگیش رخ داده بود. به پدرش فکر کرد، به مادرش که در رودخانه غرق شد. شاید فقط همون حضور داشتن خود او کافی بود تا سعادت رو فراری بده. داستانهای وحشتناکی رو به خاطر می آورد. شاید به دنبالش می اومدن و او رو از اونجا می بردن. از جوانی جدا می کردن، زنده به گورش می کردن و رفته رفته با تشدید این فکر حس می کرد که در قلبش داره حس جدیدی رویدن می گیره. حس این که جزام خود رو مثل یک مرض عفونی شیوع بده. دلش می خواست که همه متوجه پریشان حالی او بشن. دلش می خواست با حضور خودش بتونه خشکسالی به وجود بیاره، سیل به راه بیاندازه، طوفانی از دگرگ بیافرینه تا بتونه به اون نف، اون سرزمین تلخ و خشک رو نابود کنه. زمینی که او رو از خود پس می زد، او رو ترد می کرد. ولی تصور این که واقعاً چنین قدرت نفسی داره او رو به زمین می گفت. حق حق کنان به جوانی می گفت: کمکم کن. دلش می خواست
خون سالم او به رگ‌هاش تزریق بشه. دلش می‌خواست ضربه‌ای به او وارد بیاره، ولی می‌دید که جوانی داره با چشمانی غمگین نگاهش می‌کنه و سرش رو تکون می‌ده. با لحنی که از اون ترحم و عجز می‌بارید، زمزمه کنان گفت: ماریا. اون وقت ماریا بدون اون که بیش از اون اصراری کنه، خود رو به روی یک صندلی انداخت و چهرش رو در دستاش پوشوند. ماریا تمام شب را بی حرکت در بستر مونده بود. خوابش نمی برد و می ترسید مبادا بیداری جوانی با چشمان از حدقه در آمده در ظلمت باز نشانی از بدیومنیش باشد. باز تقصیر خود او باشد. دلش می خواست از جا بلند شود و در آن تاریکی به نحوی چمدانش را ببندد، ولی از ترس اینکه مبادا شوهرش از خواب بیدار شود ترجیح می داد که اصلا چمدانی همراه نبرد، بدون برداشتن چیزی آنجا را ترک کند. همان یک جفت کفش و آن روپوش مشکی برایش کافی بود. از آن گذشته به هر جایی می رفت فقط به همان دوشه احتیاج داشت و بس. بعد وقتی نور سحر اتاق را روشن کرده بود، به آرنجش تکیه داده و به جوانی که هنوز در خواب بود خیره شده بود. در آن نیمه تاریکی چهره سبزه او را به سختی می دید و آن چهره را چنان نگاه می کرد که گویی منظری است محبوب از طفولیت او که می بایستی برای ابد از آن جدا شود. در آن منظره اینجا و آنجا ساعات دلپذیر را مشاهده می کرد. انتظارها و امیدهایی که قادر نبود از وجود خود جدا کند و به هر حال مجبور بود ترکش کند. حالا تبدیل به دو موجود مجزا شده بودند. یکی که دیوانوار مشوش بود و دیگری که به خوابی عمیق فرو رفته بود. ماریا دلش می‌خواست که جوانی به خواب خود ادامه دهد تا او بتواند خود را بدبخت‌تر حس کند و از ته دل بگرید. ولی در عوض دیده بود که کینش فرو نشسته است. حالا دیگر خصومت نیز به دادش نمی رسید. می دید که اکنون همانطور که همیشه حس کرده بود تنهای تنهاست. شب قبل وقتی برادر شوهرانش به خانه برگشته بودند، او بلا فاصله گفته بود: بیایید بدون تعارف با هم صحبت کنیم. آیا شما مایل هستید که من اینجا را ترک کنم و بروم؟ اگر آنها جواب مثبت می‌دادند، او تصمیم خود را گرفته بود. فوراً به طبقه بالا می‌رفت، چمدانش را می‌بست و آنجا را ترک می‌کرد. و با وجود اینکه شب بود، خود را به ایستگاه می‌رساند و آنجا روی نیمکتی به انتظار ورود اولین قطار می‌نشست. ولی سؤال او با سکوتی همگانی جواب داده شده بود. دومینکو و میکله از آن نگاه‌های رد و بدل کرده بودند که هرگز نمی توانستی بفهمی منظور آنها چه چیز است و چه فکر می کنند. نه جواب مثبت داده بودند و نه منفی. حتی خود را متعجب نیز نشان نداده بودند. جوانی با دست حرکتی کرده بود که مانع جواب دادن آنها بشود. ولی ماریا با نگاهی او را سر جای خود نشانده بود و گفته بود: بگذار حرف بزنند، باید تصمیمی گرفت. آن وقت دومینکو گفته بود: ما تصمیمی نمی توانیم بگیریم. تو همسر جوانی هستی. اونطور که کشیش در مراسم عقد گفته بود، ماریا و جوانی یک موجود واحد نبودند. سهیم در نوگواری و سعادت، در مقابل بشر و پروردگار. نه، اونها یک جسم واحد نبودند. جوانی از او دفاعی نکرده بود، در حالی که از خانه و مزرعه دفاع می کرد. همبستگی اونها چیزی بود مصنوعی، یک ورقه ازدواج ثبت شده و بس. او جوانی بود، با خاک زادگاه خود، با خانه خود، با مردم خود، و او نیز ماریا بود، تک و تنها و بیکس. در طول شب مردها دیگه با او حرفی نزده بودن. او مثل همیشه کنار اجاق نشسته و چیزی خورده بود. گاه به گاه دلش میخواست عصیان کنه و با مشت به شوهر و برادران او حمله ور بشه. ولی می دید که هر سه اونها جوانانی هستند، پرزور و سبز رو و بلند قامت، که بدون شک با مشت زدن به اونها فقط دستان خودش رو زخمی می کرد و بس.
شب هنگام یک نوع سوت شوم مثل صدای جغد که بدیونه در گوشش میشنید. ناگهان بی اراده به شوهرش گفت: جوانی، بیا هر دو از اینجا بریم. در شهر چقدر سعادتمند بودیم. در اینجا، در محیط اینجا، انگاری چیزی وجود داره که همه رو بد جنس کرده. همه مزنونن، همه دشمنی دارن. بیا از اینجا بریم. من بار دیگه کار خود رو توی هتل از سر میگیرم. تو هم میتونی توی یک کارخونه شغلی پیدا کنی. شبها پس از کار روزانه به اتاقمون میگردیم. فقط همون یک اتاق کافیه. ولی در عوض آزاد خواهیم بود. و همونطور که حرف میزد، شوهرش سر خود رو تکون میداد. از این گذشته یادت میاد که دومینیکا هم میگفت زندگی توی شهر خیلی بهتره؟ میخواست خونه رو بفروشه و از اینجا بره؟ جوانی گفت: میخواست. ولی مرشده قادر به چنین تغییری نیست. او تنها فرزند پدر و مادرشه. در غیبت او چه کسی به باغ زیتون رسیدگی کنه؟ مثل ما. حالا که پدرمون مرده، اون وقت چه کسی باید به کارهای مزرعه برسه؟ اون وقت ماریا با نومیدی گفت: مزرعه و خونه و همه ی چیزا رو به اونا میبخشیم. برای ما این چیزا چه اهمیتی داره؟ هر دوی ما جوان هستیم، میتونیم کار کنیم. ولی جوانی بار دیگه سرشو تکون داده بود. جوانی وقتی در شهر با ماریا آشنا شده بود، مشکوک و مردد پا پیش گذاشته بود. موقع سر صحبت باز کردن دست باچه شده بود. از ساختمان‌های نوساز سر به هوا کشیده و ماشین‌ها و تراموای وحشت زده شده بود. اغلب ماریا ساندویچی به عنوان شام برای او می‌برد و می‌گفت از غذای هتل زیادی اومده. غذای مختصری که در سربازخانه می‌دادن شکمش رو سیر نمی‌کرد. در نتیجه با ولع هر چه تمام‌تر اون ساندویچ بزرگ رو گاز می‌زد و سپس در باغ‌های ملی فرو می‌رفتن. بین مردمی که در لونا پارک مشغول تفریح بودن، صدای ترقه در کردن پسر بچه ها گوش همه رو کر می کرد. یک شنبه ها غروب، ماریا او رو تا دم در سربازخونه همراهی می کرد. ولی وقتی می دید که او در پشت اون در بزرگ فلزی از نظرش ناپدید می شه، وحشتی به دلش می نشست که مبادا دیگه پیداش نکنه. و حالا ماریا می دید که مجبوره به اون تنهایی همیشگی خودش برگرده. از اینکه از جوانی جدا بشه قصه نمیخورد، چون میدید که اون مرد حالا دیگه به او احتیاجی نداره. از همه اینها گذشته، ترک کردن برای او عادت شده بود. خانه ای رو که در اون مستخدمی میکرد مجبور شده بود ترک کنه، چون دختر بچه ی خانواده داشت به او خیلی انس میگرفت و مادر بچه بسیار به او حسادت می کرد. در خانه دیگری دوست داشت پشت پنجره بیستی که رو به سبزه‌زاری باز می شد. به او تهمت زده بودند که کار نمی کنه و وقت خودش رو به بتالت می گذرونه و اخراجش کردن. و حالا هم می بایستی اینجا رو ترک می کرد. بار دیگه پدرش رو در نظر مجسم می کرد که به نزدش آمده و در خروجی مستخدمین منتظر اوست. و هر بار برای شرح میداد که حالش اصلا خوب نیست و پیش دکتر رفته و او به دقت تمام شرح و بست طولانی و جزئیات اون رو گوش میداد و عاقبت پولی کف دستش میگذاشت. اون وقت بلافاصله پدرش او رو ترک میکرد و میرفت و او با ترس و لرز بار دیگر داخل میشد و خیال میکرد که همه به اون داستان غم‌انگیزش واقف شدن. ولی در شهرهای بزرگ داستان‌های مردم فقیر و بدبخت فقط در همون یک محله باقی میمونه و در همه جا جار زده نمیشه. در نتیجه او با مراجعت به شهر مجبور نبود برای کسی توضیح بده که چگونه ازدواج او منجر به جدایی شده. نمیبایستی به کسی حساب پس میداد. کافی بود بره و در خونه‌ای مستخدمی کنه. همینو بس. در نظر خود مجسم میکرد که وقتی جوانی از خواب بیدار میشه به جستجوی او میره. ماریا، ماریا کجا هستی؟ و از نگرانی او احساس لذت میکرد. انگار که نشانه یک علاقه ناگهانی بوده باشه. عمو آگوستینو برای انجام دادن کارهای خانه میامد و همه چیز ترتیب همیشگی خودش رو پیش میگرفت
و ادامه می‌داد. او هرگز پشت سر خود خلایی بر جا نذاشته بود. درست برعکس، همه می‌بایستی اندکی به مغز خودشون فشار می‌آوردن تا او رو به یاد بیارن. به نظرش می‌رسید که همون تنهایی اوست که باعث میشه کسی او رو به خاطر نیاره. صداش که در فضا گم می‌شد هرگز به گوش کسی نمی‌رسید تا بتونه اون رو بشناسه. او هرگز موفق نمی‌شد با کسی رابطه‌ای برقرار کنه. همیشه چون این احساسی به او دست داده بود. ولی از وقتی با جوانی آشنا شده بود، دیگه چنان حسی رو نمی کرد. به نظرش می رسید که از طریق او می تونه با همه جهان رابطه برقرار کنه. برای همین با تصور تنهایی دوباره‌ای که انتظارش رو می کشه، حس می کرد که وجودش داره خرد می شه. داره از شدت خستگی جون می ده. افسرده خاطر دمرو دراز شد تا چهره خودشو مخفی کنه. و چندی نگذشت که به خواب رفت. مادرش رو توی خواب دید. او رو دید که داره از روی پلکانی سفید رنگ پایین میاد و به انتهای سلولی تاریک میرسه که او در اونجا خفته. مثل همه چیزهایی که معجزه آسا در نظر بشر ظاهر میشن. پلکان سفید جای دیوار رو گرفته بود. پلکانی بود بسیار طولانی و بالای اون در رنگی سفید که چشم رو میزد محو شده بود. مادرش دیگه اون قدم‌های سریع زن‌های فقیر رو نداشت. داشت با وقار هرچه تمام‌تر، همانند یک ملکه، آهسته پایین می‌آمد. پیراهنی مشکی بر تن داشت. انگار کسی صداش کرده باشه، گفت: ماریا، دارم میام. منتظر چه هستی؟ به دنبال من بیا تا خلاص بشی. ماریا از اینکه پس از مدت‌ها مادرش رو می‌دید بسیار خوشحال شده بود و می‌خواست به او خبر بده که ازدواج کرده. اما مادرش می‌گفت: بیا بریم، منتظر چه هستی؟ به دنبال مادرش به راه افتاد. شروع کرد به گریه کردن و از پله‌ها بالا رفتن. ماریا لرزان از خواب پرید. هوای خنک سحر اتاق خواب رو در خود گرفته بود. به زودی خورشید طلوع می‌کرد. هم از خواب بیدار می شدن و با اون نگاهاشون به ماریای بدیوم حالی می کردن که هنوز زنده است. بله، به ماریایی که تک و تنها بود و در دنیا هیچ کس رو نداشت. او می بایستی بلافاصله اونجا رو ترک می کرد. به نظرش رسید که صدایی مثل صدایی که در خواب شنیده بود داره او رو به خودش می خونه و درک کرد که باید از اون صدا اطاعت کنه. ماریا بی سر و صدا از جا بلند شد. پیشبند مشکیشو بست. کفشهای نمدیشو پا کرد. دستی به گیسوانش کشید. حالا اون صدا رو از هر طرف می شنید. با سر علامتی داد. انگار می خواست بگه دارم میام. و بدون اینکه سرش رو به عقب برگردونه و نگاهی به جوانی بیندازه، آهسته در اتاق رو باز کرد. با نوک پا از پله‌ها پایین رفت. پاورچین از پشت در اتاق‌های برادر شوهرش رد شد. از آشپزخانه گذشت و پا به حیاط گذاشت. در اونجا توقفی کرد. نگاهی به اطراف خودش انداخت. هیچ کس در انتظارش نبود. و او با این حال همچنان آن صدای مسرانه رو به گوشش می‌شنید. پا به کوره راهی گذاشت که از کنار مزرعه پیش می‌رفت. دلش می‌خواست با عجله قدم برداره ولی احساس سنگینی می‌کرد و در پستی و بلندی راه ممکن بود پاش پیچ بخوره. خشخش بوته‌های نیرو در اطراف خودش می‌شنید. گویی کسی تهدیدآمیز در کمین او در اونجا پنهون شده بود. وقتی به جاده رسید که به ایستگاه منتهی می‌شد، از شدت خستگی نفسش بند اومده بود. ولی بلافاصله راه خودش را از سر گرفت. می‌ترسید از پنجره خانه هایی که اینجا و اونجا پراکنده شده بودن کسی او را ببینه. اون دشت پهناور و صاف و خصومت‌آمیز جایی برای پنهان شدن نداشت. مردمی که از طفولیت در حفاظ خانه های سنگی بزرگ شده بودن. نسلی پس از نسل دیگر در اونجا به دنیا می آمد و از دنیا می رفت. بدون هیچ گونه تعجب و حیرت. او خودش هرگز صاحب خونه ای نشد بود. تنها خونه او همون خونه ای بود که مادرش روی سنگ مرمر
روی قفسه ترسیم کرده بود. نام خانوادگی پدرش رو هم در یتیم خونه به او داده بودن. او نیاز به محبت درست ضعف او رو می رسون. و حالا هم اون فرار شکست خوردنش رو تصدیق می کرد. با دیدن این که پنجره خونه ها همه بسته است، فکر کرد که همه هنوز در خوابند و خیالش راحت شد. سپس به این شک افتاد که شاید کسی از پشت کرکره پنجره ها مواظب حرکاتش هست. به زودی همه پنجره ها چهار تاق باز می شدن و همه زن ها سر خود رو بیرون می آوردن و انگشت خود رو به سمت او دراز می کردن و با کینه شدید در دل به طرف او اشاره می کردن و فریاد می زدن: تازه عروس داره سر می رسه، مواظب باشی، مزارع گندم رو چشم خواهد زد. چنان دست و پاشو گم کرده بود که فکر کرد بهتره به جای جاده از میان دشت تا پای پیاده به فرار خودش ادامه بده، چون هیچ بعید نبود که در ایستگاه قطار کسی او رو ببینه و بشناسه. از جاده کنار رفت و پا به سبززاری گذاشت که علفهای بلند اون از شبنم پوشیده شده بود. حس می کرد که داره نیروی جسمانیش تحلیل میره. افکارش به هم ریخته بود و در چشماش درختان و مزاره با رنگی بنفش و نورانی موج می زدن. به نظرش رسید که داره سایه رو در مقابل خودش می بینه و بعد اون سایه رو به وضوح دید. مادرش بود که داشت پیشا پیش او قدم بر می داشت و همونطور که او رو در خواب دیده بود پیراهنی مشکی به تن داشت. او رو صدا می کرد و می گفت: بیا، عجله کن. اون وقت ماریا شروع به دویدن کرد. به زودی به رودخانه می رسید. اونجا پل و قایقی برای عبور از رودخونه وجود نداشت. به خود گفت که رودخونه نباید چندان عمیق باشه و اون میتونست داخل اون بشه و خود رو به اون طرف برسونه. حتی اگر آب هم تا گلوش میرسید اهمیتی نداشت. کافی بود آهسته آهسته از کف رودخونه جلو بره و با شانه های خود جریان آب رو کنار بزنه. ولی وقتی به ساحل اون طرف رود پا میگذاشت دیگه آزاد شده بود، خلاصی یافته بود. فقط میبایستی عجله میکرد، میبایستی از دویدن خسته نمیشد. ولی ناگهان حس کرد که نقطه ای از شکمش داره سخت فشرده میشه. مجبور شد توقف کنه و جلوی خودش رو بگیره تا استفراغ نکنه. سرگیجه شدید جلوی چشمش رو سیاه کرد، زانوانش خم شد، به روی سبزه ها افتاد و در دهان خود مزه‌ای گس را حس کرد. روی سبزه ها دراز کشید و قلبش با فرونشستن آن تپش های شدید حالا داشت به طور عادی می تپید و خون رو در وجودش پخش می کرد. با طلوع خورشید اولین سایه ها روی زمین پدیدار شده بود و آسمان رنگی به خود گرفته بود. قوس و قزحی مثل حباب های صابون. پاییز شده بود. پرندگان روی درختان بال بال می زدن و برگ‌ها به زردی می‌گرایید و ماریا در عوض حس می‌کرد که بدنش داره جوانه می‌زنه. اون وقت تکانی خورد، از جا بلند شد و روی سبزه‌ها نشست و در اون صبحگاه آرام و ساکت قش قش خنده رو سر داد. از جا بلند شد چون می‌خواست هر چه زودتر خودش رو به خونه برسونه. زن‌ها همگی به او خیره شده بودن، او هم به اونها خیره شده بود. با نگاهی با وقار به اونها نگاه می کرد. برای اولین بار در عمرش به کسی تکیه کرده بود که عاقبت واقعا با اون نسبتی پیدا کرده بود. فکر می کرد که جوانی از خانه خارج شده و در جستجوی او به مزرعه رفته. ولی در عوض از پشت پنجره آشپزخانه او رو دید که همراه برادراش سر میز نشستن و همگی دارن قطعه نانی رو به دهان می گذارن. وقتی در قاب در ظاهر شد، همه سر برگردوندن و به او خیره شدن. هر سه اونها دست و پای خودشون رو گم کرده بودن. شوهرش از او پرسید: ماریا، رفته بودی بیرون؟ و از لحن صدای او حد زد که همه اونها فکر کرده بودن اینجا را ترک کرده. او جواب داد: آره، هوای بیرون بسیار خوب و خنکه. قطعه نان برداشت و
ولی برخلاف همیشه روی چارپایی کنار اجاق ننشست. بالای میز بین شوهر خود و دومینگو نشست و با ولع گازی به اون زد. دیگه از اونها نمی ترسید و برعکس، از دیدنشون احساس رضایت می کرد. و سپس همونطور که نگاه خود رو پایین انداخته بود گفت: من آبستن هستم.